رایگری نوشته احمد کسروی، چاپ نخست 1322، چاپ دوم 1323، تهران چاپخانه پیمان. راوی محمد اقبالیان، امور فنی و انتشار قاسم قره‌داغی، پخش فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. خدا با ماست. بهائی‌گری. پروردگارا، با گمراهی ها خواهیم رزمید، با آز و ستم خواهیم جنگید، بتخانه ها خواهیم برانداخت و آن پشتیبانی و راه نمایی های توست که ما را فیروز خواهد گردانید. نیایش یکم آذر. دارنده پیمان در 14 سال پیش. این پیکره در کرمانشاه برداشته شده و یادگار یک سفر 2 ماهه‌ای است که در زمستان 1308 از تهران تا قصر شیرین کرده بوده. چون بسیاری از خوانندگان پیمان و پرچم درخواست پیکره از دارنده پیمان می کردند، این پیکره به مانندهای آن به چاپ می رسد که نیازی به فرستادن پیکره به یکایک ایشان نباشد. ما را با بهایان دشمنی نیست. چنانکه بارها نوشته ایم، ما را با بهایان دشمنی نیست. کسی از آنان با ما بدی نکرده. این کتاب را که چاپ کرده ایم، ما می خواهیم همه گمراهی ها از ایران برافتد و یکی از آن گمراهی ها بهائی‌گری را می شناسیم. اکنون بهائیان اگر پاسخی به ایرادهای ما می دارند بنویسند، وگر نه آنان را باید که از گمراهی های خود بیرون آیند و دست از دستبندی که جز مایه بدبختی نتواند بود بردارند. ما خواهنده ایم بهائیان نسخه از این کتاب را به عکا نزد شوقی افندی ربانی فرستند که اگر تواند پاسخهایی دهد، وگرنه ناتوانی او نیز دانسته شود. اینکه سران بهایی به پیروان دستور می دهند که کتابهای ما را نخوانند، این چاره‌ای به کار ایشان نخواهد بود، زیرا دیگران که می خوانند ایرادهای ما را به رخ بهائیان خواهند کشید. آنگاه ما نیز در این اندازه نایستاده گامهای دیگری نیز خواهیم برداشت. مردم چون معنی راست دین را بدانند و از زیانهای بسیاری که این کیشهای گوناگون می رسانند نیک آگاه شوند، ناچاری است که فشار به بهائیان و دیگر دسته ها بیشتر خواهد گردید. به هر حال یک توده با 14 کیش زندگی نتواند کرد و این ناچاری است که این کیشهای بیپا از میان برداشته شود. یک دانستنی دیگر آن که کسانی اگر می‌خواهند معنی راست دین را بدانند، کتاب ورجاوند بنیاد را بخوانند. این کتاب را که بنیاد پاک دینی است بخوانند تا بدانند دین به چه معنای والایی است و این کیش‌ها آن را تا چه اندازه پایین آوردند. یک زیان بزرگ این کیش‌های بیپا همان است که معنی دین را پست گردانیده و دستاویز به دست کسانی دادند که بیدین گردند. از هر باره این کیش ها به زیان جهان است و بیشوند نیست که ما این همه کوشش به برانداختن آنها می کنیم. کسروی، چاپ نخست 1322.
به نام پاک آفریدگار. درباره بهایی‌گری تا کنون سخنان بسیاری در پیمان و پرچم نوشته ایم و چون آنها پراکنده بوده اینک همه گفته‌ها و گفتنی‌های خود را در آن زمینه در این کتاب در یک جا می‌نویسیم. کسروی. گفتار یکم. بهایی‌گری چگونه پدید آمده؟ بهایی‌گری تاریخچه دراز می‌دارد ولی ما آن را به کوتاهی خواهیم نوشت. باید دانست بهایی‌گری از بابیگری پدید آمده و بابیگری از شیخیگری ریشه گرفته و شیخیگری از شیعیگری برخواسته. پس یک بخش از تاریخ بهایی‌گری تاریخ شیعیگری است و ما چون از شیعیگری و تاریخ آن در کتاب‌های دیگری سخن رانده ایم در اینجا به آن بخش نخواهیم پرداخت، ولی از مهدیگری که به داستان باب و بها به همبستگی نزدیک می دارد و ما در آن کتاب به کوتاهی نوشته ایم در اینجا کمی دراستر سخن خواهیم راند. یک، مهدیگری و تاریخچه آن. باید دانست مهدیگری یا باور داشتن به آن که کسی در آینده با نیروی بیرون از آیین خارق العاده پیدا خواهد شد و جهان را به نیکی خواهد آورد از باستان زمان میان ایرانیان و جهودان می بوده. ایرانیان که به اهریمن باور داشته و کارهای بد جهان را از او می دانستند چنین می پنداشتند که روزی خواهد آمد و کسی از نژاد زرتشت به نام سوشیانت پیدا خواهد شد و او اهریمن را کشته جهان را از همه بدیها خواهد پیراست. اما جهودان چون آزادی کشور خود را از دست داده به زیر یوغ پادشاهان آسوری و کلدانی افتاده بودند، یکی از پیغمبرانشان برای آنان چنین نوید داد که خدا مسیحی پادشاهی از میان جهود خواهد برانگیخت که بیگانگان را دور راند و جهود را از خاری و زبونی برهاند. این پندارها در میان ایرانیان و جهودان می بوده و هرچه زمان می گذشته در دلها ریشه بیشتر می دوانیده و در اندیشه ها به ارج و بزرگی می افزوده و دلبستگی مردم به آن بیشتر می شده تا آنجا که یک آرمانی برای ایرانیان و جهودان گردیده بوده. اکنون سخن در آن است که این باور یا بهتر گویم این پندار کی و چگونه و از کجا به میان مسلمانان راه یافته است. زیرا بیگمان است که در زمان بنیادگذار اسلام چون این سخنی در میان نمی بوده و نمی بایست بود. از آن سوی دیده می شود که هنوز سده یکم اسلام به پایان نرسیده این پندار در میان مسلمانان شناخته می بوده. چه ما می بینیم که محمد ابن حنفیه پسر امام علی ابن ابی طالب که پس از مرگ یزید ابن معاویه در مدینه به خلافت برخاست، پیروانش که کیسانی خوانده شدندی او را مهدی نامیدند و چون مرده مرگ او را باور نداشته چنین گفتند زنده است و در کوه رضوی در نزدیکی مدینه می باشد و خود بیرون خواهد آمد و جنگ ها خواهد کرد. سید اسماعیل حمیری که یکی از شاعران به نام عرب و خود از کیسانیان می بوده شعرها درباره محمد حنفیه داشته، از جمله چنین گفته: الا ان الائمه من قريش ولاه الحق اربعه سواء علي وثلاثه من بنيه هم الاسبات ليس بهم خفاء فسبت سبت ايمان وبر وسبت غيبته كربلاء وسبت لا يذوق الموت حتى يعود الجيش يقدمه اللواء يغيب لا يرى فيهم زمانا برزوی اندهو اصلون و ما. کوتاه شده معنی آن که امامان از قریش چهار تن می باشند، علی و سه پسر او، یکی حسن، دیگری حسین، دیگری محمد که نخواهد مرد تا لشکرها بکشد، ولی تا هنگامی ناپیداست در کوه رزوی در نزد او آب و انگبین می باشد. چنان که دارمستتر شهرشناس فرانسوی نیز نوشته، چون این پیداست که این پندار را به میان مسلمانان ایرانیان انداختند، زیرا محمد حنفیه که نخست کسی است که مهدی خوانده شده پیروان او یا کیسانیان بیشترشان ایرانیان می بودند.
در 50 و چند سال پیش که مهدی یا متمهدی سودانی در سودان برخاست و با انگلیسیان و مصریان جنگ ها کرد و نام او به اروپا و دیگر جاها رسید، دارمستتر شرقشناس جهود نژاد فرانسه در یک نشستی درباره مهدیگری گفتاری رانده است که محسن جهانسوز آن را به فارسی ترجمه و خود نیز چیزهایی افسوده و به نام مهدی کتابی گردانیده که به چاپ رسیده. ما در این نوشته های خود از آن کتاب سود جستیم. مختار در کوفه ایرانیان را به سر خود گرد آورده و به پشتیبانی آنان بنیاد فرمان روایی نهاد و او که محمد حنفیه را به خلافت برداشت، غلامش کیسان نام، محمد را مهدی خواند و کیش کیسانی را پدید آورد. هرچه بوده این پندار که از نیمه دوم سده یکم تاریخ هجری در میان مسلمانان شناخته گردید، در اندک زمانی در دلها جا برای خود باز کرد و آنچه رواج این پندار را بیشتر گردانید این بود که در همان زمان کشاکش بسیار سختی در زمینه خلافت در میان مسلمانان می رفت و چند خاندان بزرگ در آن راه کوشش ها به کار می بردند. بنی امیه با زور و نیرنگ خلافت را برده و علویان و عباسیان، پسران علی داماد پیغمبر و عباس عموی پیغمبر، می کوشیدند که آن را از دست امویان درآورند. عباسیان یک تن را میان خود برگزیده و دوراندیشانه از راه زمین چینی پیش می رفتند. ولی علویان که بیشترشان مردان ساده‌ای می بودند، گذشته از آن که همدستی نمی نمودند و آرزومندان خلافت در میان ایشان بیش از یک تن و دو تن می بودند، به زمین چینی هم نپرداخته فریب سخنان پیروان خود را می خوردند و با شتاب به کار برخواسته زود از میان می رفتند، چنان که کسان بسیاری از آنان در همان راه کشته شدند. این داستان ها در کتاب ها به ویژه در مقاتل الطالبین ابوالفرج اصفهانی نوشته شده. آنچه در اینجا می باید نویسم آن است که این آرزومندان خلافت یکی از افسارهای کار مهدیگری را می داشتند، بدین سان که هر یکی خود را مهدی می خواند و مردم را به کارهایی که از پیدایش مهدی می بیوسیدند امیدمند می گردانید و بیشتر آنان خودشان یا پیروانشان حدیثی هم از زبان پیغمبر یا امام علی ابن ابی طالب به دلخواه خود ساخته میان مردم می پراکندند. در این بار داستانهایی هست که برخی را به نام نمونه در اینجا یاد می کنیم. یکی از علویان که در زمان بنی امیه به طلب خلافت برخاست زید ابن علی، نواده حسین ابن علی بود. این مرد که خود دلیر و پارسا می بود، به کوفه آمد و پیروان خاندان علوی که شیعه نامیده شدندی به سرش گرد آمده 40,000 تن به او دست دادند و زید فریب آنان را خورده به بسیج کار برخاست. ولی چون هنگامش رسید که به جنگ و جانفشانی پردازد، انبوهی از شیعیان بهانه‌ای پیدا کرده خود را به کنار کشیدند و زید با دسته کمی مانده کاری از پیش نبرد و خود کشته گردید. همین زید را پیروانش مهدی می نامیدند و امیدها به مردم می دادند. این است که چون کشته شده یکی از بدخواهان چون این شعری سروده: سلبنا لکم زیدن علا جزع نخله ولم ار مهدی علا الجزع یسلب. معنی آن که زید را از تنه درخت آویختیم و من مهدی ندیده بودم که به تنه درخت آویخته شود. از این سو ما نیز در کتاب‌ها حدیثی می‌یابیم بدین سان: ان مهدینا سیظهر فی زهر الکوفه. معنی آن که مهدی ما به زودی در پشت کوفه پدید خواهد آمد. بیگمان این حدیث را پیروان زید ساخته و برای پیشرفت کار خود پراکنده‌اند. عباسیان با آنکه بنیاد کارشان را به زمین چینی گذارده، چون کینه ایرانیان را با عرب و خاندان امیه می‌دانستند، ابو مسلم را به خراسان برای دستبندی ها فرستاده بودند. با این حال آنان نیز از داستان مهدی به سودجویی برخواستند و ما حدیثی در کتاب ها میبینیم بدین سان: اذا رأیتم الاعلام السود من جانب الخراسان فاستبشروا بظهور مهدینا. معنی این که چون درفش های سیاه را از جانب خراسان دیدید، به خود مژده دهید که مهدی ما پیدا شده. بیگمان این حدیث و مانندهایش را عباسیان و کارکنانشان ساختند، زیرا پیروان آن خاندان می بودند که با درفش‌های سیاه از سوی خراسان خواستندی آمد.
از کسانی که در این راه برخواستند و کشته گردیدند محمد نفس زکیه است که به مهدیگری بیشتر از دیگران شناخته می بود. پدر محمد عبدالله نوه پسری حسن ابن علی و نوه دختری حسین ابن علی و خود میان علویان گرامی می بود. اما پسرش محمد که نفس زکیه نامیده شدی چون در میان دو کتفش خال بزرگی می داشت که پیغمبر اسلام نیز چون این خالی داشته بود، از این رو از زمان کودکی علویان و دیگران به او با دیده دیگری نگریستندی و امیدها به آینده او بستندی. چون پندار مهدیگری تا این زمان در میان علویان و دیگران شناخته شده بود، بسیاری از مردم محمد را مهدی نامیده و در باره او امیدها در دل پروراندندی. شاعران شعرهایی در باره او گفتند که یکی این است: و این یک زنی فی محمد صادقن یکن فیه ما تربی العاجم فی الکتب. این شعر دلیل روشن دیگری است که مسلمانان پندار مهدیگری را از ایرانیان یا به گفته شاعر از اعاجم گرفته بودند. معنی این که اگر گمان من درباره محمد راست درآید، آنچه ایرانیان در کتابها نوشتند درباره او رخ خواهد داد. باری نزدیک به آخرهای زمان بنی امیه، روزی در مدینه سران علویان و عباسیان انجمنی برپا کردند. از کسان به نامی که در آن انجمن می بودند یکی ابراهیم ابن محمد از عباسیان که سپس ابراهیم امام شناخته گردید و ابو مسلم را او به خراسان فرستاد. دیگری ابو جعفر منصور برادرش که سپس خود به خلافت رسید. دیگری عبدالله پدر محمد، دیگری محمد دیباج عموی محمد، دیگری ابراهیم برادر محمد می بودند. گفتگو در این می بود که یکی از میان خود برگزینند و همگی به او دست دهند و او را به خلافت رسانند. و چون محمد در میان مردم به نام مهدی شناخته شده و مردم را به آینده او امیدهایی می بود، به جوانی و کمسالیش نگاه نکرده و او را برگزیدند و همگی آنان که می بودند از جمله پدرش عبدالله به او دست دادند، بیعت کردند. بدین سان مهدیگری محمد هرچه شناخته تر و استوارتر گردید و سالها علویان و دیگران چشم به راه پیدایش و خیزش او دوخته بودند و شاعران شعرها می سرودند. لیکن از این نام او را سودی نبود و چون چندی نگذشت که عباسیان با دست ایرانیان به خلافت رسیدند، در زمان ابو جعفر منصور همان مردی که به محمد بیعت کرده بود، عبدالله پدر محمد با کسان دیگری از خیشانش به زندان و شکنجه افتادند و خود محمد و برادرش ابراهیم نیز کشته شدند. هرچه بوده ما در کتابها حدیثی میبینیم بدین سان: لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث الله فیه رجلا من اهل بیتی یواتی اسم حسمی و اسم ابیه اسم ابی. معنی آن که اگر نماند از جهان مگر یک روز، خدا آن را دراز گرداند تا برانگیزد در آن مردی را از خاندان من که نامش با نام من و نام پدرش با نام پدر من یکسان باشد. بیگوان این حدیث را کسان این محمد برای پیشرفت کار او ساخته و پرداختند. از این سه داستان سه چیز پیداست: یکی آن که مهدیگری از ایرانیان به میان مسلمانان آمده و در خود اسلام چنین چیزی نمی بوده. دوم این که این پندار از آغاز پیدایش خود افزار سیاستی می بوده و آرزومندان خلافت هر یکی از آن سود می جستند. سوم آن که مهدی در آن زمان معنی ساده‌ای می داشته و جز این نمی بوده که کسی پیدا شود و رشته خلافت را به دست گیرد و با آیین اسلام سررشته‌داری کند. دو، مهدیگری و شیعیگری. اما مهدیگری در شیعیگری داستانش این است که چون جعفر ابن محمد که بنیادگذار شیعیگری کنونی اوست به دعوی خلافت و امامت برخاست و بدان سان که در جای دیگری باز نموده ایم، دسته ای را از تندروان شیعه به سر خود گرد آورد و سپس جانشینان او یکی پس از دیگری آن دسته را راه بردند. اینان هم از داستان مهدی سود می جستند، زیرا چون دسته کم و ناتوانی می بودند برای دلداری چنین می گفتند: مهدی از ما خواهد بود. شعر پایین را در کتابها به نام جعفر ابن محمد نوشتند:
لکل اناس دولت یرغبونها و دولتنا فی آخر الدهر یظهرو. هر مردمی دولتی دارند که چشم به راهش می باشند و دولت ما در زمانهای آخر پدید خواهد آمد. در کتابها حدیث هایی هست بدین سان: ان القائمه من ولد فاطمه، معنی آن که برخیزنده از فرزندان فاطمه خواهد بود. همانا اینها را نیز آنان ساخته بودند. از این روست که اسماعیلیان که پیروان اسماعیل پسر جعفر ابن محمد می بودند و سپس دسته جدایی گردیدند و داستانهای درازی پیدا کردند، بنیاد کوشش‌های خود را بر روی زمینه مهدیگری گذاردند و یکی از پیشروان ایشان که خود را از فرزندان اسماعیل می شمرد در آفریقا به نام مهدی برخاست و بنیاد فرمانروایی فاطمیان را گذاشت. از این سوی در میان خود شیعیان زمینه بهتر و گشاده‌تری برای پندار مهدیگری پیش آمد که هم شیعیگری رنگ دیگری به خود گرفت و هم مهدیگری رویه دیگری پیدا کرد و از سادگی بیرون رفت. چگونگی آن که چون حسن ابن علی العسکری که به شمارش شیعیان امام 11 می بود درگذشت، او را فرزندی شناخته نمی بود و از این رو پراکندگی به میان شیعیان افتاده، گروهی جعفر برادر آن درگذشته را که شیعیان جعفر کذاب نامیدند به امامی می شناختند. گروهی گفتند امامت پایان پذیرفت و دیگر امامی نخواهد بود. گروهی به دعوی شگفتی و خواسته گفتند امام را فرزندی 5 ساله هست که پنهان است و در سرداب می زید. پیشرو این گروه و گوینده این سخن عثمان ابن سعید نامی می بود که می گفت آن امام پنهان مرا میانه خود و شما میانجی گردانیده. شما هر سخنی می دارید بگویید برسانم و پاسخی گیرم و پولهایی که خواهید داد بدهید بفرستم. این گفته ها دلیلی همراه نمی داشت. از آن سوی این باور کردنی نمی بود که کسی را فرزندی زاید و 1000 ساله گردد و مردم از زاییدن و بودن او آگاه نگردند. از این گذشته امام چرا پنهان می زیست؟ چرا از سرداب بیرون نمی آمد؟ امام اگر پیشواست باید آشکار باشد و به مردم پیشوایی کند. امام پنهان چه معنی تواند داد؟ لیکن در شیعیگری از نخست دلیل خواستن و یا اندیشیدن و فهمیدن نمی بوده و کنون هم نمی بایست بودن. از آن سوی شیعیان با آن جدایی دین و دوری که از مسلمانان دیگر پیدا کرده بودند، این نشدنی بود که بازگردند و به آنان بپیوندند و در این هنگام ناچار می بودند که هرچه گفته می شود بپذیرند و دستگاه خود را به هم نزنند. به هر حال عثمان ابن سعید سالها خود را باب یا در امام می نامید و به شیعیان فرمان می راند و از آنان پولها می گرفت و گاهی از ناحیه مقدسه آن امام توقیع یا نوشته بیرون می آورد. پس از مرگ او پسرش محمد رشته را به دست گرفت. پس از او نوبت به حسین ابن روح رسید. پس از او محمد ابن علی سیمری که همانا از ایرانیان می بوده جانشین گردید. 70 سال کمابیش این دستگاه در میان می بود. در این میان کسان بسیاری با ایشان به کشاکش برخواستند و هر یکی از آنان دعوی جانشینی از امام سرداب نشین کردند. ولی عثمان ابن سعید و جانشینان او کار را از پیش برده بودند و میدانی به دیگران ندادند و هر زمان که نیاز افتاد توقیه‌ها از امام در بیزاری از آن مدعیان بیرون آوردند. جعفر برادر حسن عسکری که وارث او می بود از دعوی اینان در شگفت شده می گفت برادرم را فرزندی نبوده. عثمان ابن سعید با زیرکی او را از میدان به در برد، به جای خود که لقب کذاب به او داده بیچاره را رسوای جهان گردانید. روی هم رفته دستگاه بسیار شگفتی چیده بودند و کار خود را بسیار استادانه پیش می بردند. ولی محمد سیمری که در 4 می بود چون زمان مرگش رسید کسی را به جانشینی نشناسانید. چون این گفت دیگر امام را دری میان مردم نخواهد بود و امام به یک بار از میان مردم دور و ناپیدا خواهد بود. انگیزه این کار او دانسته نیست. هرچه هست پس از مرگ او دستگاه دری برچیده شد و شیعیان بی سر مانده ناچار گردیدند چشم به راه پیدا شدن خود امام باشند که پس از 1000 سال بیشتر هنوز چشم به راهند. به هر حال همان زمانها بوده که به امام ناپیدا عنوان مهدیگری نیز دادند. شیعیان که می بایست چشم به راه بیرون آمدن او باشند
و به پیدایشش امیدها بندند، بهتر می بود که او را مهدی نیز شناسند. بهتر می بود که میدان پندار را هرچه پهناورتر گردانند. در تبریز مثلی هست می گویند اکنون که پندار پلو است بگذار هرچه چربتر باشد. چون این پیداست که در این باره هم دست عثمان ابن سعید و یارانش در کار بوده، چه در اینجا نیز آزمودگی و پختگی نشان داده شده. در اینجا نیز حدیث های بسیاری ساخته گردیده. اگر دیگران یک یا دو حدیث ساخته بودند، اینجا بیش از 20 و 30 حدیث ساخته شده. از جمله الائمه بعدی 12 آخرهم قائمهم، معنی آن که امامان پس از من 12 تن باشند، آخر ایشان خیزندشان مهدی خواهد بود. یا المهدی من ولد فاطمه اسم حسمی و کنیت و کنیتی، معنی آن که مهدی از پسران فاطمه است، نام او نام من، کنیش کنیه من است. چیزی که بود اینان مهدیگری را در سادگی خود نگذاردند و آرایه های بسیاری به آن افزودند. پیش از پیدایش مهدی کارهای شگفت بسیاری رخ خواهد داد. یک سفیانی از شام سر خواهد افراشت. یک سید حسنی از سوی خراسان پیدا خواهد شد. یک دجال خرسواری از اصفهان پدید خواهد آمد. آوازی از میان آسمان و زمین شنیده خواهد شد. آفتاب بازگشته از مغرب بیرون خواهد آمد. امام ناپیدا شامگاه چند بزغاله‌ای در جلو خود به مکه خواهد درآمد. نیمه شب بالای مناری رفته یاران خود را که 313 تن و در شهرهای شیعه نشین ایران پراکندند به سوی خود خواهد خواند. اینان با تیل عرض در یک چشم هم زدن در نزد او خواهند بود. هنگام بامداد مردم بیرون آمده چشمانشان به کسان ناآشنایی خواهد افتاد. امام یا لسارات الحسین گفته کشتن خواهد آغازید. از این گونه چندان است که اگر نوشته شود چند صفحه را پر خواهد گردانید. چون کسی دلیل نخواسته و بازپرسی در میان نبوده، هرچه پنداشتند به رشته سخن کشیدند. بدین سان مهدیگری به کیش شیعی در آمده و جایگاه بالایی برای خود در آن باز کرده. سپس نیز هرچند که زمان گذشته دلبستگی شیعیان به آن بیشتر گردیده. روزان و شبان چشم راه امام ناپیدا دوخته پیدایش او را می بیوسیدند. با دعا از خدا می خواستند، به برخی آمادگی ها می کوشیدند. در کتاب ها دعای درازی به نام دعای ندبه هست که باید شیعیان بخوانند و با ناله و گریه پدید آمدن امام ناپیدا را طلبند. در زمان سلجوقیان در هله که یکی از شهرهای شیعه نشین شمرده می شد، جایگاهی به نام مشهد صاحب زمان می بوده که می پنداشتند امام ناپیدا در آنجاست و این است روزی 100 تن از مردم با شمشیرهای آهیخته در دست با کوس و شیپور اسبی را به میان انداخته به در آنجا می رفتند و فریاد می کشیدند ای صاحب زمان بیرون بیا. زمانی همچنان ایستاده و کوس و شیپور زده و فریادها کشیده سپس باز می گشتند. سالیان دراز همین کارشان می بوده و تا زمان مغول و پس از آن نیز همان رفتار را می داشتند. از آن سوی سرداب در سامرا یکی از زیارتگاه ها می بوده و گروهی نیز امام را از آنجا می طلبیدند. این است یکی از ملایان سنی به نام ابن حجر شعرهای نکوهش آمیز پایین را سروده. ما آنل سرداب ان یولد الذی سمیتموه بزعمک انسانا فعلا اغولکم الافا فقط سلاستم الانغا والغیلانا، معنی آن که آیا هنگامش نرسیده که سرداب بزاید آنچرا که آدمیش میپندارید؟ خاک به خردهای شما که برای سیمرغ و غول سومی نیز پدید آوردید. در زمانهای دیرتر نیز دلبستگی مردمان به امام ناپیدا چندان می بوده که دیده می شود کریم خان زند سکه به نام او می زده. سکه های کریم خان دارای این شعر می بوده. شد آفتاب ماه زر و سیم در جهان از سکه امام به حق صاحب الزمان. در زمان فتحعلی شاه برادر او حسین قلی خان شمشیر و سپر و زره زرندود مرسعی به نام امام زمان وقف کرده و به خزینه بارگاه قم سپارده بود که اکنون ما آنها را در موزه قم تماشا می کنیم. در زمان فتحعلی شاه شمشیر و سپر و زره از کار افتاده بود و اینکه حسین قلی خان آنها را وقف کرده و تفنگ و تپانچه یا توپ وقف نکرده از آن بود
که در پندار شیعیان امام زمان جز با افسارهای زمان اسلام جنگ نخواهد کرد و در زمان پیدایش او توپ و تفنگ و دیگر افسارهای نوین از کار خواهد افتاد. تا پیش از جنبش مشروطه در ایران یگان امیدگاه مردم امام ناپیدا می بود و نیکی آینده و رهایی کشور از بدبختی و مانند اینها را جز از راه پیدایشان امام نبیوسیدندی. هر روز سه بار در پشت سر نمازها از سلام علیک یا صاحب الزمان خواندندی و شتاب او را در پیدا شدن بازاری طلبیدندی. اینها چیزهایی است که تا زمان ما می بوده و ما آنها را نیک به یاد می آوریم. در زمان مشروطه نیز در نتیجه چاپ شدن دفترچه سیاست الحسینیه در مشهد و تبریز و دیگر جاها دسته های بیوسندگان انتظاریون پدید آمده بودند که ما داستان آنها را در کتاب داوری نوشته ایم. 3. شیخیگری. شیخیگری را شیخ احمد احسایی بنیاد گذارده. این مرد در زمان فتحعلی‌شاه در کربلا زیسته، چون پارسایی بسیار از خود نشان می داد و خود مرد تیزهوش و زبانداری می بود و شاگردان بسیاری به گرد سر می داشت، در ایران عراق و جنوب عربستان بسیار شناخته شده، یکی از علمای بزرگ آن زمان به شما می رفت. چنان که چون به ایران سفر کرد، فتحعلی‌شاه و پسرانش پیشواز و پذیرای نیکی به او نمودند. این شیخ از یک سو به شیعیگری دلبستگی بسیار می داشت و در آن زمینه که دیگران راه گزاف‌اندیشی و گزافگویی را پیموده بودند، این چند گام نیز جلوتر می افتاد. از یک سو به فلسفه یونان پرداخته بود و چنان که می دانیم کسانی که از ملایان و دیگران به فلسفه پرداختندی، گفته های افلاطون و ارسطو را بیچون و چرا پنداشتندی و چشم بسته پیروی کردندی. چون فلسفه یونان با شیعیگری هیچ گونه سازشی نمی داشت، شیخ احسایی که به هر دو دلبسته می بود، دیگرگونی هایی در شیعیگری پدید آورد و از درهم آمیختن باورهای شیعی با فلسفه سخنان نوینی به میان می آورد. و این سخنان اگرچه بی پرده گفته نمی شد و شیخ آن را در لفافه می پیچید، با این حال پنهان نتوانست ماند و به زبانها افتاد و ملایان که چه در نجف و کربلا و چه در شهرهای ایران بسیار فراوان می بودند و بیشتر آنان به نام و آوازه شیخ احمد رشک می بردند، دستاویز یافته به هیاهو برخواستند و شیخ و شاگردانش را بیدین خواندند. چون شاگردان شیخ در شهرهای ایران فراوان می بودند و آنان به ایستادگی و پاسخدهی برخواستند، در میانه کشاکش بزرگی پدید آمد و در برخی از شهرها از جمله در تبریز رشته به دست الوادها افتاده خونریزی نیز رخ داد. بدینسان در ایران عراق و این پیرامونها دو تیرگی شیخی و متشرع پدید آمد و به دیگر دو تیرگی ها افسوده گردید. سخنان نوینی که شیخ احسایی از به هم آمیختن فلسفه شیعیگری یا از اندیشه خود پدید آورده بسیار است و ما را در اینجا نیازی به گفتگو از همه آنها نیست. برای نمونه تنها دو سخن او را یاد می کنیم. 1. در فلسفه گفتگویی به نام شوندهای چهارگانه یا علل اربعه می بوده. افلاطون و ارسطو یا دیگران گفته بودند برای پدید آمدن یک چیزی چهار علت باید بود. مثلا این صندلی که ساخته شده چهار چیز آن را پدید آورده. یکی علت فاعلی یا صندلی ساز که آن را ساخته. دیگری علت مادی یا چوبی که از آن ساخته شده. دیگری علت سولی یا رویه و شکلی که ساخته شده. دیگری علت غایی و یا نشستن به رویش که میز بهر آن ساخته شده. این یک جستاری در فلسفه است و شیخ احسایی آن را گرفته میگوید شوندهای چهارگانه آفریده شدن جهان امامان ما بودند. ببینید این سخن تا چند اندازه چرند است، ولی شیخ احسایی آن را دنبال کرده نتیجه ها میگیرد. در پندار او آفریننده این جهان امامان بودند. روزی دهنده و گرداننده نیز آنان هستند. خدا رشته کارها را به دست آنان سپارده میگوید این تنهای ما نیز از آن امامان است. از این رو هر امامی هرگاه که خواست به تن هر کسی که خواست تواند در آمد و دلیل آورده میگوید از این راه بود که امیرالمومنین توانست در یک شب در 40 جا میهمان باشد. نیز از این راه بود که در جنگ جمل چون مروان تیر انداخت و طلحه را کشت، خود او می گفت مرا علی کشت. 2. نام معراج را همگی شنیده اید. به گفته مسلمانان شبی
براق از بهشت آوردند و پیغمبر اسلام به آن برنشسته و جبرائیل را به رکاب خود انداخته به آسمان ها رفته و از یکایک آنها گذشته و در عرش با خدا دیدار کرده و بازگشته. اگر کتاب ها را بخوانید صد افسانه در این باره نوشته شده و این یکی از باورهای مسلمانان است، ولی شیخ احسایی از روی فلسفه آن را نپذیرفتنی می دانسته، زیرا از روی فلسفه و دیگر دانش های یونانی آسمان ها کره هایی است که همچون پوست های پیاز بر روی هم آمده و به هم پیوسته و این نشدنی می بود که کسی با تن مادی از آن کره ها بگذرد، چه در آن حال بایستی کره ها از هم شکافته گردد. به گفته خودشان خرق و التیام لازم می آمد. از آن سو نیز داستان معراج از ضروریات دین شمرده می شد و این نشدنی می بود که کسی آن را نپذیرد، به ویژه شیخ احسایی که به اخبار پابستگی بسیار می داشت. آنگاه او خود از تون روان غالیان می بود که می خواست تا بتواند به ستایش پیغمبر و خاندان او بیفزاید، نه اینکه بکاهد و داستانی همچون معراج را از میان برد. این از شیخ احسایی به چاره‌جویی برخواسته، چنان که خوانندگان می‌دانند در آن زمان عنصرها را بیش از چهار که خاک و آب و باد و آتش باشد نشناختندی و چنین دانستندی که آدمی و جانوران و دیگر چیزها از این چهار عنصر پیدایش یافتند. از آن سوی در کتاب‌های یونانی نیز چنین گفته شده بود که این زمین که ما بر روی آن می‌زییم خود از خاک است، ولی روی آن کره‌ای از آب پدید آمده که دریاهاست و روی آن کره ای از باد می باشد که هواست و پس از همه کره آتشی هست که گرد جهان را فرا گرفته. پس از این چهار کره آسمان هاست. شیخ احسایی از اینها سود جسته چنین می گفت: پیغمبر ما چون به معراج می رفت در گذشتن از کره خاک عنصر خاکی خود را و در گذشتن از کره آب عنصر آبی خود را و در گذشتن از کره هوا عنصر هوایی خود را و در گذشتن از کره آتش عنصر آتشی خود را انداخت و این بود که از تن مادی رها گردیده توانست از کره های آسمان بی شکافتن آنها درگذرد. اگر این گفته شیخ را بشکافید معنایش این است که پیغمبر تنها روانش به آسمان ها رفته است و این یکی از ایرادهای بزرگی می بود که ملایان به او می گرفتند. به آسمان ها رفتن پیغمبر که خود افسانه می بود و شیخ ناچار شده آن چرندها را میبافت و ملایان دیگر گفته های او را دستاویز گرفته مردم را به جان هم میانداختند. اینهاست نمونه های از گفته های شیخ احسایی و شما میبینید که جز چرند بافی نیست. شوند های چهارگانه بودن امامان چه معنی میدارد؟ چه شده که امامان آفرنده و گرداننده جهان باشند؟ مگر آنان جز از دیگران میبودند؟ مگر همچون دیگران بی اختیار آمده بی اختیار نمیرفتند؟ در این باره راستی آن است که برخی از آن امامان در زمان خود گزافگویی ها کردند، چون دیدند هرچی میگویند شیعیان میپذیرند خودداری نکردند که خود را دست دارنده در کارهای جهان شناسانند. سپس چیزهایی هم شیعیان به آنها افسوده امامان را تا به یاوری خدا رسانیدند، چنان که در جای خود باز نموده ایم. این باور همگانی شیعیان است که 14 معصوم یاوران خدایند و کارهای جهان در دست ایشان است. شیخ احسایی یک گام بالاتر گذارده به یک بار دست خدا را کوتاه گردانیده همه کارها و بلکه آفریدن جهان را به امامان می سپارد. آنگاه چون می خواهد پای فلسفه را نیز به میان کشد داستان شوندهای چهارگانه را به میان می آورد و کار را به یک بار به چرند بافی می رساند. در باره معراج نیز سخن شیخ جز چرند بافی نیست. گذشته از آن که معراج خود افسانه‌ای می بوده گفته های شیخ سراسر بی‌معنی است. تو گویی عنصرهای چهارگانه رخت و کلاه می بوده که می گوید در گذشتن از کره خاک عنصر خاکی خود را انداخته و در گذشتن از کره آب عنصر آبی خود را انداخت. شگفتران که مردم اینها را هیچ نمی فهمیدند و اکنون نیز که شیخیان هستند انبوه ایشان آگاهی درستی از گفته های شیخ احسایی نمی دارند و چه بسا کسانی از آنان اینها را بخوانند و بگویند شیخ چون این سخنانی نگفته. و اگر شما بازگردید و بگویید پس شیخ چه گفته است؟ بر سر چه چیز هاست که شما خود را از مردم جدا میگیرید و نام شیخی بر روی خود میگذارید؟ در آنجاست که خواهید دید درماندند و پاسخی نتوانستند. به هر حال از گفته های شیخ احسایی دو سخن با زمینه کتاب ما به هم بستگی میدارند که میباید در اینجا به آنها بپردازیم. نخست
شیخ عیسایی هزار سال زنده ماندن امام ناپیدا را با فلسفه سازگار نمی دیده و این است درباره آن چنین گفته: و اما مولای صاحب الزمان فخاف من اعدائه و فر و دخل فی العالم الهور و قلیایی، معنی آن که آقای من صاحب الزمان چون از دشمنان خود ترسید گریخت و به جهان هور قلیایی رفت. جهان هور قلیایی کجاست؟ هور قلیا یک نام یونانی یا سریانی است و دانسته نیست از کجا به دست شیخ افتاده. در این باره او را سخنان بسیاری هست که در اینجا فرصت گفتگو از آنها نیست. جهان هورقلیایی همان جهان برزخ است که در پندار مسلمانان جایگاه مردگان می باشد. پس معنی گفته شیخ آن است که امام ناپیدا از این جهان رفته و به مردگان پیوسته. چیزی که هست چون آشکاره نتوانسته بگوید آن را در این لفافه پیچیده. از آن سوی شیخ نمیخواست امام ناپیدا یا به گفته خودش صاحب الزمان را نابوده انگارد. نمیخواست یک پای از پایهای شیعیگری را براندازد، بلکه چنان که خواهیم دید شیخ را به امام زمان دلبستگی بسیار میبوده و خود را یکی از درهای او میشمارده است. پس آن گفتهش چه معنی میداشته؟ باید دانست در این باره شیخ پیروی از سید محمد مشعشع کرده و چنین پیداست که کتاب او را به نام کلام المهدی در دست میداشته است. اگر کسانی داستان سید محمد را در تاریخ 500 ساله خوزستان خواندند، می‌دانند که این سید از یک سو شیعی 12 امامی می بود و نام‌های 12 امام را بدان سان که در کتاب‌هاست می‌شمرد و با این حال دعوی مهدیگری می‌کرد، در حالی که در نزد شیعیان مهدی جز امام 12 که محمد ابن حسن العسکری باشد نیست و نتواند بود. پس سید محمد چه می‌کرد و چه پاسخی به ایرادهای شیعیان می‌داد؟ باید دانست که سید محمد نیز در این باره پیروی از باطنیان کرده، یک سخن ایشان را گرفته، کار خود را راه می انداخت. چگونگی آن که باطنیان که یک دست بیدینان ویرانکاری می بودند و خواستشان جز بیدینگردانیدن مردم و به همزدن زندگانی آنان نمی بود، برخی از سران ایشان به دعوی خدایی برخواسته و در آن باره چنین می گفتند: هر چیزی در این جهان یک گوهری ذات دارد که همیشه برپاست و هیچگاه دیگر نگردد و یک رویه یا صورت یا پرده که هر زمان دیگر گردد. می گفتند مثلا جبرئیل یک گوهر دارد که همیشه یکیست ولی رویش هر زمان دیگر می گردیده، که گاهی در کالبد دهیه کلبی به نزد پیغمبر می آمده و گاهی به رویه گدایی به امیرالمومنین نمایان می شده. می گفتند خدا نیز چنین است که یک گوهر پایداری می دارد ولی هر زمان به رویه دیگری تواند در آمد. سید محمد این گفته باطنیان را گرفته و با داستان امام زمان به مهدیگری خود سازش داده و چنین گفته: امام زمان همچون دیگر امامان در آن جهان است ولی گوهر امام زمانی در کالبد من نمایان گردیده. این کوتاه شده سخنان بسیاری است که سید محمد گفته. شیخ عیسایی نیز همین را گرفته و به رنگ دیگری انداخته و سرمایه کار خود گردانیده. این است در حال آن که میگوید صاحب الزمان گریخت و به جهان هورقلیا رفت، که معنایش مرده بودن است. در همان حال دست از او نکشیده از یک سو خود را نایب خاص یا در او میشمارید و از یک سو نوید میداد که صاحب الزمان در کالبد دیگری پیدا خواهد شد و کارهایی که بایستی کند خواهد کرد. شما نیک ببینید که چگونه گمراهی ها از یک دیگر سود جستن. نیک ببینید که چگونه یک پندار بیپا به رنگ های گوناگون در آمده. دوم، شیخ عیسایی چنین می گفته که باید میانه امام ناپیدا و مردمان یک تن میانجی باشد. داستان در که پس از مرگ محمد ابن علی سیمری کهن شده و از میان رفته بود، شیخ آن را تازه گردانیده، خود را جانشینی یا دری از امام زمان می شمرد. در این باره در نوشته هایش چیزی دیده نمی شود یا ما ندیده ایم، لیکن بیگمان چون این دعوایی می داشته و جایگاه خود را برتر از مجتهدی یا نیابت عامه می پنداشته. این است گاهی در نوشته های خود سخن از دیدن امامان و گفتگو با آنان رانده است. به هر حال آن گفته شیخ درباره امام ناپیدا و این دعویش درباره جانشینی یا دری سرمایه‌ای برای سید علی محمد باب گردیده، چنان که کمی پایین‌تر خواهیم دید. شیخ احمد چنان که نوشتند در سال 1242 بدرود زندگانی گفت، ولی پیروانش با همان گرمی می بودند و شاگردانش در کربلا به سر سید کاظم رشتی که بزرگترین آن شاگردان می بود گرد آمده
او را به جای شیخ نشاندند. این سید کاظم شاگرد شیخ احمد ولی استاد بزرگی در بافندگی می بود. از او چرند بافی هایی در دست است که من نمی دانم چه نامی به آنها دهم. کتابی از او به نام شرح القصیده در میان است که به چاپ رسیده. داستان این کتاب آن است که در همان زمان ها یکی از خدام نجف خوابی دیده، راست یا دروغ، که امیرالمومنین به او گفته شمشیری یا درفشی از نجف برای والی بغداد فرستاده شود و این دستور به کار بسته شده و عبدالباقی عمری که یکی از شاعران به نام آن زمان می بوده قصیده‌ای در ستایش والی بغداد و در پیرامون این داستان ساخته که در دیوان او هست. سید رشتی چون با عبدالباقی دوستی می داشته آن قصیده را شرح کرده و کتابی گردانیده. چون عبدالباقی جمله انا مدینة العلم و علیون بابوها را در شعر خود آورده بود، سید کاظم در شرح آن چنین گفته: مدینة العلم شهری در آسمان است که هزاران کوی می دارد و به هر کوی هزاران هزار کوچه می باشد. چنین گفته: من نامهای همه این کویها و کوچه ها را می دانم، ولی چون شمردن همه آنها بسیار دراز می شده، تنها به شمردن برخی از آنها پرداخته و جمله هایی نوشته که از هیچ دیوانه‌ای سر نتوانستی زد. مثلا نوشته: اقید صاحبه رجل اسمه شلحلهون، کوچه ایست که دارندش مردی به نام شلحلهون است. یا اقید صاحب و کلبه اسمه کلحلهون، کوچه ایست که دارندش سگی به نام کلحلهون است. من این کتاب را 20 چند سال پیش در تبریز خواندم و چنین بیاد می دارم که 90 چند صفحه را با خط ریز پر از این چرند نویسی ها گردانیده. شما نیک اندیشید که به این مرد و به این نوشته هایش چه نامی می توان داد؟ جمله ایست می گویند پیغمبر اسلام گفته که اگر راست باشد معنایش این است: من شهر دانشم ولی در آن شهر می باشد. راستی را سخنی از شهر نرانده، راستی را پیغمبر شهر و علی دروازه نمی بوده. این جمله کجا و آن معنایی که سید کاظم داده کجاست؟ آنگاه سید کاظم نامهای کوچه های آن شهر آسمانی را از کجا می دانسته؟ مگر سید کاظم به آسمان رفته بود؟ از اینها بگذریم، چگونه دارنده یک کوچه سگ است؟ آیا اینها جز چرند بافی چه نامی می تواند داشت؟ در آن سالی که در تبریز خیابانی برخاست و من از شهر بیرون رفتم و نهانی سفر می کردم، از بناب به آنسو با یکی از ملایان شرقی که به حج می رفت همراه گردیدم. مردی می بود 50 و چند ساله و در راه پیاپی حدیث شیخ رجب برسی را می خواند. رجب برسی یکی از علی اللهیان می بوده و کتابی نوشته و حدیث درازی در آن یاد کرده که به نام وی حدیث شیخ رجب برسی شناخته گردیده. حدیث این است که روزی سلمان و ابوذر با خود گفتند: ما تا کنون علی را از راه نورانیت نشناخته ایم و بهتر است برویم و از او در این باره پرسش هایی کنیم. و چون به نزد علی رفته پرسیدند، او پرده از روی رازها برداشته و به سخن پرداخته: منم آن که زمین ها و آسمان ها را پدید آوردم، منم آن که آدم و حوا را آفریدم، منم آن که نوح را رها گردانیدم. این حدیث که بسیار دراز است خود دستاویزی در دست شیخیان می باشد. آن ملا نیز با لذت بسیاری اینها را می خواند و پیاپی می گردانید. مرا با او در این باره سخنانی رفت. سپس سخن از گفته های سید رشتی در باره مدینة العلم به میان آورده پرسیدم اینها چه معنی می دارد؟ گفت: المعنی فی بطن شاعر. گفتم: شاعر چرا جمله ها را بیرون ریخته و معنی ها را در شکم خود نگه داشته؟ گفت: شما تا ایمان نیاورید معنی اینها را نخواهید دانست. این بود پاسخی که من از او شنیدم. راستش این است که سید کاظم که همچون شیخ احمد خود را جانشین ویژه امام و یا در او میپنداشت و برخی از شاگردان همان باور را درباره او میداشتند، کمی خود میشمرد که سخن از آسمان ها نگوید و چیزهایی را که مردم دیگر نتوانند دانست به زبان نراند و همین هاست که او را به بافتن این چرندها واداشته است. برای آنکه نمونه ای از چرند بافی های این مرد دیوان در میان باشد، تکه ای از شرح القصیده را که در دست است در پایین می آورند. شامو السنا من قبتک و انده
وجدوا منار الهدى یشب و یشعل و کان موسا رسولان و موسا بن جعفر روحه من الاولیت الالهیت الربوبیت الذی لیس بشرقیه ولا غربیه و تلک شجرتون هی شجرتون نبوت الطاهره فی الولایت و هی حقیقت المحمدیه فکان حضرت الولا هی شجرت البسیطت الوحدانیت الجمالیه وقال النبی انا شجرت المقصود فنادا من شجرت المبارکه انی انا الله رب العالمین قال النبی انا المنادی انی انا الله کذا کانت البسمله اقرب الى الاسم الاعظم من سواد العين الى بياضها وهي الجامعه لجميع ما في فاتحه الكتاب الجامعه لجميع ما في القران الجامعه لجميع ما في الاناس الثلاثه الانسان الصغير والانسان البسيط والانسان الكبير وهي المطابقه لاسم الاعظم هو زبره وبيناته و ذلك الاسم الاعظم اذا نزل في العالم التفصيل يكون عليا و هو قوله تعالى و هو العلي الكبير و هو العلي العظيم و حيث ان الهدايه انما تتم بالولايه الاسم الاعظم الاسم العلي و هو قوله تعالى و انه في ام الكتاب لدنيا لعلي حكيم فاسم الاولى و معناه الله. سید کاظم با این سخنان شیخیان را هرچه گرمتر می گردانید و درختی را که شیخ احسایی کاشته بود هرچه ریشه دارتر می ساخت. از آن سوی در بیرون نادانی مردم و لذتی که انبوهی از ایشان از کشاکش و دوتیرگی می داشتند و همچنین بهرمندی ملایان از این کشاکش و گرمی که در بازارهای ایشان از این پیش آمد پدید آمده بود، هر یکی شوند دیگری به ریشه دار گردیدن شیخیگری می بود. می باید گفت برای مردم سرگرمی نوینی پیدا شده و برای ملایان بازار تازه‌ای بازگردیده بود. سید کاظم 17 سال کمابیش جانشین شیخ احمد می بود تا در سال 1259 درگذشت. یکی از سخنان او در زندگیش این می بوده که زمان پیدایش امام زمان نزدیک است و گفتند که به همین شوند می بود که کسی را جانشین خود نگردانید. 4. کریم خانیگری. سید کاظم چون کسی را به جانشینی نامزد نگردانیده بود، پس از وی شیخیان به چند دسته گردیدند، چه از یک سو حاجی کریم خان پسر ابراهیم خان قاجار که از شاگردان سید می بود در کرمان به دعوی جانشینی برخاست. ابراهیم خان پدر کریم خان پسر عموی فتحعلی شاه می بود و سالها در کرمان فرمان روایی داشته و خاندانش در آنجا دارای دستگاهی می بودند، ولی کریم خان به کربلا رفته و در پیش سید کاظم درس خوانده ملا گردیده بود و این زمان که دعوی جانشینی از او می کرد، بسیاری از شیخیان آن را پذیرفتند و گردن گذاردند. از یک سو نیز حاجی میرزا شفیع تبریزی که او نیز از شاگردان سید می بود، خود دستگاه جدایی درچید و به نام آن که پس از شیخ و سید به کس دیگری نیاز نیست، با کریم خان نبرد آغازید. بسیاری از شیخیان نیز پیروی از این نمودند. بدین سان شیخیان به دو دسته گردیدند، یکی آنان که پیروی از کریم خان کردند و به نام کریم خانی شناخته شدند، دیگری آنان که به پیروی از حاجی میرزا شفیع کریم خان را نشناختند که به همان نام شیخی باز ماندند. در هنگامی که اینان هر کدام دسته ای پدید می آورد، سیدی در شیراز به نام میرزا علی محمد به دعوی برخاسته و گروهی از ملایان شیخی نیز به او گرویده بودند و یک دسته بزرگتری از آن را پدید می آمد، ولی ما چون از بابیگری جداگانه سخن خواهیم راند، در اینجا به آن نمی پردازیم. در اینجا داستان شیخیان و کریم خانیان را به کوتاهی به پایان می رسانیم. حاجی میرزا شفیع و همراهان او به روی گفته های شیخ احمد و سید کاظم ایستادگی نموده چیزی به آن نمی افزودند، ولی کریم خان که خود را کمتر از شیخ و سید نمی شناخت، کتاب های بسیاری نوشته و به سخنان نوینی می پرداخت. چنان که شیخ احمد به گزافگویی های شیعیگری خرسندی ننموده، خود گزافه های دیگری به آنها افزوده بود، کریم خان نیز به گزافگویی های شیخ و سید خرسندی ننموده و خود او در گزافگویی ها گام های بسیاری پیش رفته. جانشینی ویژه نیابت خاصه از امام زمان که شیخ و سید نیمه نهان و نیمه آشکار دعوی کرده بودند، این در کتاب های خود
رویه رسمی به آن داده و چنین گفته: چنان که میانه مردم با خدا به میانجی نیاز است که پیغمبر باشد، میان امام زمان و مردم نیز به یک میانجی نیاز می باشد. این است باید در هر زمان چنین کسی باشد. گاهی مثل آورده چنین گفته: چنان که هر خانه‌ای به چهار پایه یا رکن نیازمند است، جهان نیز چهار پایه می خواهد. یک خدا، دو پیغمبر، سه امام، چهار جانشین ویژه امام. این است در زبان آنان جانشین ویژه رکن رابع یا پایه چهارم نامیده شده. سخنان پوچ دیگری نیز از او سر زده که در اینجا به گفتگو از آنها نیازی نیست. راستی را کریم خان نیز بافنده استادی می بوده، اگرچه به پای سید کاظم نمی رسیده. به هر حال کریم خان تا می بود دعوی رکن رابع می داشت و پس از او پسرش حاجی محمد خان به جایش نشست و سالها می بود و دستگاه پدری را راه می برد. پس از او پسرانش یکی پس از دیگری جانشین گردیدند و اکنون نیز در کرمان هستند و نانی را که نیای بزرگشان پخته می خورند و با صد خوشی می گذرانند. در شهری همچون کرمان که مردم از بینوایی خون خورند، رکن رابع یا به گفته خودشان سرکار آقا از پیروان مالیات کریم خانیگری گرفته اتومبیل های سواری نگه می دارد. اما در تبریز که بیش از دیگر شهرها کانون شیخیگری می بود، چون یک دست پیروی از کریم خان می داشتند، کریم خان و جانشینانش همیشه نمایندهی در این شهر گماردندی. آخرین نماینده که ما می شناسیم شیخ علی جوان می بود که 20 چند سال پیش درگذشته. از آن سوی حاجی میرزا شفی که بخش بیشتر شیخیان بر سر او می بودند و چنان که گفتیم دعوی جانشینی از سید کاظم می داشت و خود دستگاهی در چیده بود، تا سال 1301 که خودش زنده می بود دستگاه را راه می برد و چون در آن سال مرد، پسرش حاجی میرزا موسا جانشین او گردید و چون در سال 1319 او نیز مرد، پسرش آقا میرزا علی سقط الاسلام جای او را گرفت. این همان است که در مشروطه پادرمیان می داشت و در سال 1330 روسیان با 7 تن دیگر بدارش زدند. یگانه کس پاکی از آن خانواده می بود. از آن سو در تبریز که از زمان شیخ احمد کشاکش شیخی و متشرع برخواسته بود، پیشوای متشرعان حاجی میرزا احمد مجتهد می بود. این نیز به نام همان کشاکش با شیخیان دستگاهی در چیده می داشت که چون در سال 1265 مرد، جایش را به پسرش حاجی میرزا باقر گذاشت که چون او نیز در سال 1285 مرد، برادرش حاجی میرزا جواد درفش افراشت. این مرد در آذربایجان دستگاه پادشاهی می داشت، به ویژه که دولت تزاری روس برای ناتوانی دولت در آذربایجان هواداری های از آن می نمودی و گاهی نمایش هایی نشان می دادی. پس از مرگ او در سال 1313 پسرش حاجی میرزا رضا جانشین گردید و چون او نیز پس از کمی مرد، نوبت به حاجی میرزا حسن پسر حاجی میرزا باقر رسید که سالها به نام مجتهد دستگاه را پیش بردی. این نیز در مشروط پادرمیان داشته و همان است که به همدستی برادرزادهش حاجی میرزا عبدالکریم امام جمعه انجمن اسلامیه را در کوی دوچی بنیاد گذارده بود. شادروان سقط الاسلام در زمان خود پیشوای شیخیان می بود، ولی این مرد نیک از دو تیرگی بیزاری می جستی و داستان دلبستگی او به مشروطه و جانباختنش در آن راه در تاریخ مشروطه آورده شده. 70 و 80 سال تبریز میدان کشاکش این دسته ها می بود. هر سال که رمضان رسیدی، هر دسته ای روزانه در مسجدهای خود گرد آمدندی و سخنان کهن را تازه گردانیدندی. کریم خانیان یک مسجد بیشتر نمی داشتند و سخنانشان بیش از همه درباره ولایت کریم خان و جانشینان او بودی. شیخیان چند مسجد می داشتند. یکی مسجد یا علی می بود. آخوندی بالای منبر فضایل امیرالمومنین سرودی و شنوندگان هر چند دقیقه یک بار آوای یا علی بلند گردانیدندی. دیگری مسجدی می بود که آخوندی داستانها از شیعیان جن گفتی و نامهای آنان را شمردی. از این سو در مسجد متشرعان پیاپی بد آنها گفته شدی و آوازها به لعنت بلند گردیدی. دشمنی در میان شیخی و کریم خانی و متشرع چندان بودی که بیشترشان به همدیگر سلام ندادندی و آمد و رفت نکردندی و دختر ندادندی و نگرفتندی. این زیانی می بود که مردم از آن کشاکش می بردندی، ولی از آن سو پیشوایان سود بسیار می یافتندی.
همان خانواده حاجی میرزا احمد از دیداران بزرگ آذربایجان می بودند و اکنون نیز می باشند. همچنان خانواده حاج میرزا شفیع دیه های بسیاری در دست می داشتند و اکنون نیز می دارند. هر دو خانواده از این راه دارا که بسیار اندوختند. 5. بابیگری. چنان که گفتیم به هنگامی که کریم خان در کرمان و حاجی میرزا شفیع در تبریز دسته ها می بستند، سید علی محمد نامی هم در شیراز دعوی آغاز کرده بود. سید علی محمد نیز از شاگردان سید کاظم شمرده می شد. بهائیان خواستند این را انکار کرده بگویند باب جز از مکتب در جای درس نخوانده بود، ولی این انکار بیجاست. چون سید کاظم جانشینی برنگزیده و این به زبانها افتاده بود که سید گفته پیدایش خود امام نزدیک است و از آن سوی گفته شیخ احمد درباره مرگ محمد ابن حسن العسکری و این که باید گوهر امام زمانی در کالبد دیگری پدید آید، راه دعوی مهدیگری یا امام زمانی را به روی هر کسی باز می داشت. اینها چیزهایی بود که سید علی محمد را که جوان 20 و چند ساله می بود به آرزو می انداخت و او را به دعوی امام زمانی وامی داشت. ولی چنین پیداست که به چنان دعوایی دلیری نمی کرده و این است خود را باب یا در امام زمان می نامیده و این است در میان مردم با این نام شناخته گردیده. چنان که گفتیم دعوی بابی را شیخ و سید نیم آشکار و نیم نهان کرده بودند. کریم خان نیز آن را در کتابهای خود می نوشت که هنوز این زمان بیرون نیامده بود، ولی سید علی محمد آن را آشکار می گفت و به رویش پافشاری نشان می داد. از آن سوی پس از مرگ سید کاظم، کسانی از شاگردان او تشنوار امام زمان یا جانشین ویژه او را می جستند. برخی از آنان که از جمله ملا حسین بشرویه‌ای می بوده، در مسجد کوفه به اعتکاف نشسته با دعا از خدا خواستار می بودند که امام را به آنان نشان دهد. سپس نیز برخی رو به شهرها آورده به گردش و جستجو می پرداختند. از این راه بود که ملا حسین به شیراز آمده سید علی محمد را پیدا کرد. در آن روزها سید در مسجدی می نشست و هنوز میان مردم شناخته نشده بود. چنان که نوشتند 3 روز با هم گفتگو می داشتند و ملا حسین سر فرو نمی آورده تا پس از 3 روز سر فرو آورده. همچنین کسان دیگری از شاگردان سید کاظم در همان روزها در شیراز به نزد باب آمده و به او گرویدند. این است باب آماده گردیده که خود را آشکار گرداند و به کار برخیزد. شنیدنی تر این است که سید باب فریب حدیث های گوناگون ساخته ای را که در کتاب ها درباره پیدایش امام زمان است خورده و در کار خود درمانده بود. در یک جا در حدیث ها گفته می شود امام زمان از مکه با شمشیر سر خواهد برآورد. در یک جا سخن از آمدن درفش های سیاه از سوی خراسان رانده می شود. سید باب چنین می پنداشته که باید پیدایش او با این حدیث ها سازگار درآید و این را به خود بایا می شمارده. این است به ملا حسین دستور داده که به خراسان رود و دسته ای گرد آورد و از آنجا با درفش های سیاه رو به این سو گذارد. خود نیز آهنگ مکه کرده که در آنجا آواز بلند گرداند و با شمشیر پدید آید. این خود نمونه ای از ساده دلی اوست. ملا حسین که به خراسان رفت داستانش را یاد خواهیم کرد، اما خود باب که به مکه رفت هیچ گونه نشانی از بودن او در مکه پدیدار نگردیده تا آنجا که کسانی رفتنش را به مکه باور نکردند. چون این پیداست که در آنجا در کار خود درمانده و به جان خود ترسیده، خاموشی را بهتر دانسته، به ویژه که تنها می بوده و یارانی جز یکی دو تن نمی داشته. هرچه بوده با دست تهی رو به بازگشت آورده، در حالی که تا این هنگام ملا حسین و دیگران آوازه او را به گوش ها رسانیده و در میان مردم تکانی پدید آورده بودند. از این رو چون باب به بوشهر رسید، دیری نگذشت که با دستور حسین خان والی فارس او را گرفتند و با نگهبانی به شیرازش آوردند و در خانه خودش بند کردند. سپس حسین خان نشستی برپا گردانیده ملایان را خواند و باب را نیز به آنجا آوردند، ولی چون از باب دعوی شنیده نمی شد و سخنانی که معنیدار باشد و شنوندگان را به تکان آورد نمی تراوید و تنها سرمایه او مناجات بافی هایی می بود که با عربی غلط و خنده آور می ساخت، ملایان به ریشخند پرداختند و حسین خان دستور داد پاهایش را به فلک گذارده چوب زدند و رویش را سیاه گردانیده به مسجدش بردند و در آنجا باب به منبر رفت و از دعوی خود بیزاری نموده پشیمانیشان داد. این چیزیست که بهایان نتوانستند پرده به رویش کشند و عبدالحسین آواره مبلغ بهایی که تاریخی نوشته
کتاب او از دیده عبدالبها گذشته در این باره بیش از این پرده کشی نتوانسته که می نویسد نتوانستند خدشه‌ای بر سخنان ایشان وارد نمایند و بدانند که این کلمات نافی ادعاست یا مثبت آن. خود عبدالبها نیز در مقاله سیاه نزدیک به همین سخنانی رانده. این در سال 1261 قمری رخ داد. پس از این داستان باب خانه‌نشین می بود، ولی با آن بیزاری و پشیمانی که در زیر چوب و فلک و بالای منبر کرده بود، باز هوس گریبانش را رها نمی کرد و در خانه نشسته از آن عربی های غلط خنک می بافت. از آن سو چون آوازش در ایران پیچیده بود، در مردم تکانی پدید می آورد. مردم که همه امیدهای خود را به پیدایش امام زمان بسته و 900 سال بیشتر شب و روز از جلال الله فرجه گفته بودند، اکنون که می شنیدند کسی برخواسته و خود را امام زمان یا در اون می خواند، خواهان و ناخواهان به جنب و جوش می آمدند و برخی آهنگ شیراز کرده به دیدن سید باب می رفتند. اگر سید باب عربی های غلط نبافتی و برخی سخنان معنیدار و سودمند گفتی، بیگمان کارش پیش رفتی و به دولت چیره شده آن را برانداختی. ولی این مرد به یک بار بیمایه می بود و گذشته از آن که آن غلط بافی ها را می کرد و آبروی خود را در نزد باسوادان می ریخت، برخی گفته های بسیار بیخردانه از او سر می زد. مثلا چون درباره همان غلط بافی ایراد می گرفتند، چون این پاسخ می داد: صرف و نحو گناهی کرده و تاکنون در بند می بود، ولی من چون خواستم خدا گناهش را بخشید و آزادش گردانید. ببینید در برابر غلطگویی های خود چه بهانه می آورد. این سخن یا از روی ریشخند بوده و یا گویندش جز دیوانه نمی بوده. آیا از این پاسخ ایرادگیران چه توانستندی فهمید؟ شگفت است که عبدالبها در کتاب مقاله سیاه و دیگران از بهایان و بابیان در کتابهای دیگر گله کردند که به سید باب غلط نحوی گرفتند. گویا چشم می داشتند که نگیرند. چشم می داشتند که یکی غلط بافی هایی کند و همان را دستاویز دعوی امامی یا پیغمبری کند و مردم چشم پوشیده ایراد نگیرند. در پوچی سخنان سید باب و در غلط آمیز بودن آنها همین بس که بهاءالله که غلط بافی و پوچگوییش را نشان خواهیم داد، آنها را مایه رسوایی دانسته و دستور داده که از میان برند و نگذارند به دست مردم بیفتد. ما را در اینجا فرصت آن که از پوچی گفته های سید باب و از غلط های آنها سخنرانیم نیست. تنها برای نمونه بخش های از آن گفته ها را در پایین آورده، داوری در باره آنها را به خود خوانندگان باز می‌گذاریم. یکی از کتاب‌هایی که سید باب در آغاز کار خود نوشته و آن را همچون قرآن معجزه خود گردانیده، تفسیر سوره کوثر است که به نام سید یحیی دارابی نوشته. برخی از جمله‌های آن کتاب این هاست: فنظر لطرف البدع الى ما اردت ان ارشحناك من آیات الختم ان كنت سكنت في ارض اللاهوت و قرأت تلك السورة المباركة في البحر الاحديه وراء قلزم الجبروت فايغن كل حروفها حرف واحده و كل يغاير الفاظها و معانيها ترجع الى نقطه واحده لان هنا لك المقام الفاض و رتبه مشعر التوحيد و این ذلك هو الاکسیر الاحمر الذي من ملكه يملك ملك الاخره والاولى فرب السماوات والارض لما يعدل كلها كتب كاظم عليه السلام و قبل احمد صلوات الله عليه في معارف الالهيه والشؤونات القدوسيه والمكفرات الافريد وسيه بحرف ان اذا القيت اليك باذن الله فعرف قدرها واكتمها بمثل عينيك العين اهلها فان الله وانا الى ربنا لمنقلبون وان كنت سكنت في ظل المشيه مقام الاراده على ارض الجبروت وتقرأ تلك السوره المباركه فعرف في الكلمة الأولى من الألف ماء الأيداء ثم من النون هواء الاختراع ثم من الألف الظاهر ماء الإنشاء ثم ركن المخزون المقدم لظهور الأركان الثالثة حرف الغيب بأنصر التراب وإني لواردت إن أفضل حرفا من ذلك البحر المواج ذاخر الأجاج لنفد المداد وانكسر الاغلام ولانفاد لما ولانفاد لما الحمدی الله فی معناه. باری
باب چندی در شیراز در خانه خود گوشه نشین می بود تا در فارس وبا افتاد و مردم به حال خود پرداختند و از آن سوی منوچهر خان معتمد الدوله والی اصفهان که از گروندگان یا از گرایندگان به باب می بود سوارگانی فرستاد که نهانی باب را از خانهش بیرون آوردند و به اصفهانش بردند. در اینجا باب آسوده می زیست و معتمد الدوله از او نگهبانی می کرد. ولی 6 ماه کمابیش گذشت، معتمد الدوله بدرود زندگی گفت و جانشین او که برادرزادهش می بود باب را نگهداری ننموده چگونگی را به تهران به محمد شاه و حاجی میرزا آقاسی نوشت. همچنان ملایان اصفهان به حاجی میرزا آقاسی نامه‌ای نوشتند و چون پاسخی که حاجی میرزا آقاسی به نامه آنان در تاریخ 11 محرم 1263 داده نسخه آن در دست است، آن را در پایین می‌آوریم. خدمت علمای اعلام و فضلای زبل عز و الاحترام مصدق می شود که در باب شخص شیرازی که خود را باب و نایب امام نامیده نوشته بودند که چون زال مزل است بر حسب مختزیات دین و دولت لازم است مورد سیاست اعلی حضرت قدر قدرت قضا شوکت شاهنشاه اسلام پناه روح العالمین فدا شود تا آینده را عبرتی باشد. آن دیوانه جاهل جاهل دعوی نیابت نکرده بلکه دعوی نبوت کرده، زیرا که از روی کمال نادانی و سخافت رأی در مقابل با آن که آیه شریفه فعتو به صورت من مثلهی دلالت دارد که مقابله یک سوره اکثر محال است، کتابی از مزخرفات جمع کرده و قرآن نامیده و حالان که لعنش تمعت الانس والجن الا ان یعتو به مثل هاز القرآن لا یعتونه به مثلهی ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، چه رسد به قرآن آن نادان که به جای کاف ها یا انسات مثلا کاف ها جیم دال نوشته و به دین نمت مزخرفات و اباطیل ترتیب داده. باری حقیقت احوال او را من بهتر می دانم که چون اکثر این طایفه شیخی را مداومت به چرس و بنگ است، جمعی گفته‌ها و کرده‌های او از روی نشأه حشیش است که آن بدکیش به این خیالات باطل افتاده و من فکری که برای سیاست او کردم این است که او را به ماکو فرستم که در قلعه ماکو حبس معبد باشد. اما کسانی که به او گرویدند و متابعت کردند مقصرند. شما چند نفر از تابعین او را پیدا کرده به من نشان بدهید تا آنها مورد تنبیه و سیاست شوند. باقی ایام فضل و افاظت مستدام باد. از روی این دستور باب را به سوارانی سپردند که به تبریز بردند و از آنجا به ماکو بردند که چند ماه در بند می بود و سپس از آنجا به دژ چهریق که در نزدیکی مرز ایران و عثمانی و در دست کردان شکاک می بود روانه گردانیدند. چون در این هنگام 3 سال بیشتر از آغاز برخاستن باب گذشته و آوازه او به همه شهر افتاده بود و از آن سوی ملا حسین بشرویه‌ای شهر به شهر گردیده مردم را میشورانیده و همچنین قرة‌العین و ملا محمد علی قدوس و دیگران به میان آمده بودند و روی هم رفته تکان بزرگی در مردم دیده میشد، حاجی میرزا آقاسی چنین اندیشید که این شور و تکان در مردم بیش از همه نتیجه آن است که باب در زندان است و مردم سخنان او را نشنیده از دور مهر می‌ورزند. این اندیشه چندان دور نمی بود، زیرا راستی را مردم از باب و از سخنانش آگاهی نمی داشتند و آن شور هیاهو بیش از همه به نام امام زمان و به پیروی از ملایان شیخی می بود. به هر حال حاجی میرزا آقاسی به تبریز دستور فرستاد که باب را به آنجا آورند و نشستی با بودن ملایان برپا گردانند و از او پرسش هایی کنند و سخنانش را دانند. در تبریز این دستور را به کار بستند و باب را از چهری خواسته نشستی برای گفتگو در پیش ناصرالدین میرزای ولیعهد که جوانی 16 ساله می بود برپا گردانیدند. مجتهد بزرگ تبریز در این هنگام میرزا احمد می بود که سردسته متشرعان شمرده می شد، چنان که نامش را برده ایم. او به این نشست نیامد. از شیخیان ملا محمد ممقانی آمد. ملایان دیگر نامهاشان خواهد آمد. این نشست که در سال 1263 رخ داده یک نشست تاریخی بیمانندی بوده. کسی که دعوی مهدیگری می داشته علمای بزرگ یک کیشی گرد آمده با بودن ولیعهد کشور با او گفتگو کردند. آیا چه پرسیدند و او چه پاسخی داده؟ چه دلیلها به مهدیگری خود نشان داده؟ گفتگوهای آن مجلس را در ناسخ التواریخ و دیگر تاریخهای قاجاری نوشتند. نیز میرزا محمد تنکابونی از ملایان آن زمان در قصص العلماء آورده نوشته اینها یکسان است و همه میرساند که باب بسیار بیمایه می بوده و این است هر چه پرسیدند پاسخی نتوانسته و درماندگی نشان داده.
بابیان و بهائیان نیز ایرادی به اینها نگرفته، نوشته هاشان را دروغ نشمردند. تنها گله کردند که پرسش ها بیرون از زمینه می بوده. راستی همین است که این نشست چنان که بیمایگی باب را رسانیده، بیمایگی ملایان را نیز روشن گردانیده. زیرا از کسی که دعوی امام یا مهدی بودن می داشته برخی پرسش هایی کردند که اگر پاسخ دادی باز هم مهدی یا امام نبودی. برخی از این پرسش ها به چیستان مانندتر است تا به یک پرسش خردمندانه. گله بابیان و بهائیان بیجاست، زیرا سید باب اگر راستگو بودی و نیروی از سوی خدا داشتی توانستی از جلوی ملایان درآید و بگوید این پرسش ها بیرون از زمین است و من برای چیستان گشایی بر نخواستم. چنان فرصت بیمانند که برایش پیش آمده بود توانستی به سخن پردازد و بگوید من از سوی خدا برخواستم و جهان را به نیکی خواهم آورد. سخنان من این است و دلیل هایم آن می باشد. توانستی با دلیل ها زبان ملایان را ببندد و جا در دل ها برای خود باز کند. ولی دیده می شود بیچاره هیچی نتوانسته و جز نمیدانم و نمیتوانم پاسخی نداشته. از آن سوی با غلط بافی ها و سخنان سست و خنک خود زبان ریشخند ملایان و دیگران را به خود بازگردانیده و بار دیگر کار به چوب خوردن و غلط کردم گفتن انجامیده. به هر حال ما درباره آن نشست تاریخی یک سند ارجداری در دست می داریم. چگونگی آن که گزارش نشست را که ولیعهد به پدرش محمد شاه نوشته نسخه آن به دست افتاده که گفته می شود اکنون در کتابخانه مجلس است و میرزا ابوالفضل گلپایگانی که به نامترین ملایان بهایی می بود آن را در کتاب کشف الغطا که با دستور عبدالبها نوشته و به چاپ رسانیده آورده و ما از کتاب او برداشته ایم. این سند از هر بار ارجدار و استوار است، زیرا نوشته رسمی دولتی است. گزارشی است که ولیعهدی برای آگاه بودن شاهی نوشته. پیداست که گمان دروغ و گزاف کمتر توان برد. از آن سو خود بهائیان این را استوار داشته پذیرفتند که جای ایرادی از سوی ایشان نتواند بود. گذشته از اینها با آنچه ناسخ التواریخ و قصص العلماء نوشتند یکی است. آنها به درازی نوشتند و این کوتاه‌تر گردانیده. این است ما همان را در اینجا می آوریم. هو الله تعالی شأنه. قربان خاک پای مبارکت شوم. در باب که فرمان قضا جریان صادر شده بود که علمای طرفین را حاضر کرده با او گفتگو نمایند، حسب الحکم همایون محصل فرستاده با زنجیر از ارومیه آورده به کاظم خان سپرده و رقعه به جناب مجتهد نوشت که آمده به ادله و براهین و قوانین دین مبین گفت و شنید کنند. جناب مجتهد در جواب نوشتند که از تقریرات جمعی معتمدین و ملاحظه تحریرات این شخص بیدین کفر او از هر من الشمس و واضح من الامس است. بعد از شهادت شهود تکلیف دایی مجدداً در گفت و شنید نیست. لحاظا جناب آخون ملا محمد و ملا مرتضا قلی را احضار نمود و در مجلس از نوکران این غلام امیر اسلان خان و میرزا یحیی و کاظم خان نیز ایستادند. اول حاج ملا محمود پرسید که مسموع می شود که تو می گویی من نائب امام هستم و بابم و بعضی کلمات گفته که دلیل بر امام بودن بلکه پیغمبری توست. گفت بلی حبیب، من قبله، من نائب امام هستم و باب هستم و آنچه گفتم و شنیده اید راست است. اطاعت من بر شما لازم است به دلیل ادخل الباب سجدن، ولیکن این کلمات را من نگفتم، آنکه گفته است گفته است. پرسیدن گوینده کیست؟ جواب داد آنکه به کوه طور تجلی کرد. روا باشد ان الحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی؟ منی در میان نیست، اینها را خدا گفته است. بنده به منزله شجره طور هستم. آن وقت در او خلق می شد، الان در من خلق می شود و به خدا قسم کسی که از صدر اسلام تا کنون انتظار او را می کشید منم. آنکه 40,000 علما منکر او خواهند شد منم. پرسیدن این حدیث در کدام کتاب است که 40,000 علما منکر خواهند گشت؟ گفت اگر 40,000 نباشد 4,000 که هست. ملا مرزاقلی گفت بسیار خوب، تو از این قرار صاحب الامری، اما در احادیث هست و ضروری مذهب است که آن حضرت از مکه ظهور خواهند فرمود و نقبای جن و انس با 45,000 جنیان ایمان خواهند آورد و موارث انبیا از قبیل زره داوود و نگین سلیمان و ید بیضا با آن جناب خواهد بود. کو عصای موسی و کو ید بیضا؟ جواب داد که من معزون به آوردن اینها نیستم. جناب آخون ملا محمد گفت غلط کردی که بدون اذن آمدی. بعد از آن پرسیدن که از معجزات و کرامات چه داری؟ گفت اجازه من این است که برای عصای خود آیه نازل می کنم و شروع کرد به خواندن این فقره.
بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الله القدوس السبوح الذي خلق السماوات والارض كما خلق هذه العصا، آیه من آیات اعراب. کلمات را به قاعده نحو غلط خواند، تا سماوات را به فتح خواند. گفتند مکسور بخوان، آنگاه الارض را مکسور خواند. امیر اسلان خان عرض کرد اگر این قبیل فقرات از جمله آیات باشد من هم توانم تلفیق کرد، و عرض کرد الحمدلله الذی خلق العصا کما خلق الصباح والمساء. باب خجل شد. بعد از آن حاجی ملا محمود پرسید که در حدیث وارد است که مأمون از جناب رضا علیه السلام سوال نمود که دلیل بر خلافت جد شما چیست؟ حضرت فرمود آیه انفسنا. مأمون گفت لولا نسائنا. حضرت فرمود لولا ابنائنا. این سوال و جواب را تطبیق بکن و مقصود را بیان نما. ساعتی تأمل نموده جواب نگفت. بعد از این مسائلی از فقه مسائل علوم پرسیدند، جواب گفتن نتوانست. حتی از مسائل بدیهیه فقه از قبیل شک و سهو سوال نمودند، ندانست و سر به زیر افکند. باز از آن سخنهای بیمعنی آغاز کرد که همان نورم که به طور تجلی کرد، زیرا که در حدیث است که آن نور نور یکی از شیعیان بوده است. این غلام گفت از کجا که آن شیعه تو بوده؟ شاید نور ملا مرتضی قلی بوده. بیشتر شنگین شد و سر به زیر افکند. چون مجلس گفتگو تمام شد، جناب شیخ الاسلام را احضار کرده، باب را چوب مضبوط زده، تنبیه معقول نموده و توبه و بازگشت و از غلطهای خود انابه و استغفار کرد و التزام پا به مهر سپرده که دیگر این غلطها نکند و الان محبوس و مقید است، منتظر حکم اعلی حضرت اقدس همایون شهریاری روح العالمین فدا است. امر امر همایونی است. انتها. تا اینجاست نوشته ولیعهد. در قصص العلماء می نویسد سید گفت که اسم من علی محمد با رب وفق دارد. نظام العلماء جواب داد که هر علی محمد و محمد علی با رب وفق دارند. آن وقت شما باید دعوی ربوبیت بکنید، نه دعوی بابیت. ببینید بیچاره به چه سخنان سست و بی‌پای زبان می گشاده. در نقطه الکاف داستان دیگری از همین گونه می نویسد. حاجی میرزا جانی کاشانی که یکی از بابیان دلفروخته می بوده و در این راه کشته شده، کتابی به نام نقطه الکاف نوشته که مستر براون آن را به چاپ رسانیده. در آن کتاب از بزم ولیعهد و گفتگوهای آنجا سخن رانده. از جمله گفتگوی ملا محمد ممقانی را با باب چنین می نویسد. گفته بود شنیدم که شما ادعای بابیت نموده اید. فرموده بود بلی. عرض کردند که باب چه معنی دارد؟ فرمودند کلام شریف انا مدینت العلم و علیون بابه ها را چگونه فهمیدی؟ آیا نظر نکردی به وجه خود که چهار مشعر دارد و در یک صفحه واقع است که پنج می شود به عدد باب که مطابق هاء هویت است؟ اما آن چهار مشعر اول چشم می باشد که حاکی از مقام فؤاد است و حامل آن رکن توحید می باشد و مقام مشیت است. دوم مشعر گوش می باشد که حاکی از رتبه عقل و حامل رکن نبوت و مصداق اراده است. سوم مشعر شامه است که حاکی از مقام نفس است و مطابق ولایت است و حامل مقام قدر. چهارم مشعر دهان است که حاکی از مقام جسم و مقام رکن شیعه و مطابق به رکن قضا می باشد و خود صفحه وجه این پنج می شود. پاورقی. عبدالبها در کتاب مقاله سیاه در این باره چنین می نویسد. نکته نحوی گرفتند. احتجاج به قرآن نمود و اتیان به مثل منافی قواعد نحو از آن بیان کرد. ببینید که چگونه داستان را به نحو دیگری انداخته و دروغی از خود به آن افزوده، زیرا چنان که پیداست به باب غلط نحوی گرفتند، غلطهای بسیار آشکار، نه نکته. آنگاه باب در مانده و پاسخی نتوانسته، نه آن که پاسخ گفته و از قرآن نیز ماننده‌های یاد کرده. این یک نمونه است که چگونه ناچار شدند تاریخ را کج گردانند و به داستان‌ها رنگ‌های دیگر دهند. دلیل را نگرید. میگوید چون چشم و گوش و بینی و دهان با خود چهره پنج می شود و از کلمه باب نیز به حساب ابجد پنج در می آید و ها که حرف نخست کلمه هویت است نیز در شماره ابجدی پنج است، پس من خود مهدی یا در آن می باشم. کسی که دعوی مهدیگری می کرده این بوده دلیل او. همان حاجی میرزا جانی بارها در کتاب خود گله می نویسد که مهدی آمد، مردم بی انصاف او را نپذیرفتند. آن توبه نامه پا به مهر که در گزارش ولیعهد یادش شده ما نمیدانیم چه بوده و آیا مانده یا از میان رفته، ولی یک نامه ای از سید باب به ولیعهد که نیز توبه نامه خوانده می شود با پاسخ آن از شیخ علی اصغر شیخ الاسلام و از سید ابوالقاسم نامی در دست است که براون و دیگران در کتابهای خود پیکرهای آنها را آوردند و ما در پایین نسخه هاشان را می آوریم. نامه سید باب به ولیعهد. فداک روحی الحمدلله کما هو اهله و مستحقه.
که ظهورات فضل و رحمت خود را در هر حال بر کافه عباد خود شامل گردانیده. به حمد الله ثم حمد الله که مثل آن حضرت را ینبوع رعفت و رحمت خود فرموده که به ظهور عطوفتش عفو از بندگان و توستر بر مجرمان و ترحم بر یاغیان فرموده اشهد الله من عنده که این بنده ضعیف را قصدی نیست که خلاف رضای خداوند عالم و اهل ولایت او باشد. اگرچه به نفس وجودم ذنب صرف است، ولی چون قلبم موقن به توحید خداوند جل ذکره و نبوت رسول او صلی الله علیه و ولایت اهل ولایت اوست و لسانم مقر بر کل ما نزله من عند الله است، امید رحمت او را دارم و مطلقا خلاف رضای حق را نخواستم و اگر کلماتی که خلاف رضای او بوده از قلمم جاری شده، غرضم عصیان نبوده و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را و این بنده را مطلق علمی نیست که منوط به ادعایی باشد. استغفر الله ربی و اتوب الیه من ان ینسب الی الامر. و بعضی مناجات و کلمات که از لسان جاری شده دلیل بر هیچ امری نیست و مدعی نیابت خاصه حضرت حجت علیه السلام را محض ادعای مبطل است و این بنده را چون این ادعایی نبوده و نه ادعای دیگر مستدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی و آن حضرت چنان است که این دعاگو را با لطافت عنایات و بست رعفت و رحمت خود سرافراز فرمایید و سلام. پاسخ نامه از شیخ الاسلام سید علی محمد شیرازی: شما در بزم همایون و محفل میمون در حضور نواب اشرف والا ولیعهد دولت بیزوال ایدالله و صدده و نصره و حضور جمعی از علمای اعلام اقرار به مطالب چندی کردی که هر یک جداگانه باعث ارتداد شماست و موجب قتل. توبه مرتد فطری مقبول نیست و چیزی که موجب تأخیر قتل شما شده شبهه خبط دماغ است. اگر آن شبهه رفع شود بلا تأمل احکام مرتد فطری به شما جاری می شود. حرره خادم الشریعت الطاهره. محل مهر ابوالقاسم الحسنی الحسینی. محل مهر علی اصغر الحسنی الحسینی. پس از این آزمایش به چوبکاری باب را دوباره به چهریق برگردانیدند که تا سال 1266 در آنجا در بند می بود. در این میان کارهایی رخ می داد. از جمله محمد شاه درگذشت و حاجی میرزا آقاسی از کار افتاد و ناصرالدین میرزا از تبریز به تهران رفته به تخت نشست و میرزا تقی‌خان رشته کارهای کشور را به دست گرفت. بابیان که به پیشاهنگی ملا حسین بشرویه‌ای و دیگران در مازندران دسته‌ای پدید آورده بودند، از آشفتگی کارهای دولت در آخرهای زمان محمدشاه فرصت یافته دژی ساختند و با سپاهیان دولتی به جنگ برخاستند. همچنین در زنجان ملا محمد علی و در تبریز سید یحیی دارابی کار را به خونریزی کشانیدند و جنگ‌های بسیار دلیرانه کردند. در نتیجه این پیشامدها در سال 1266 ناصرالدین شاه و میرزا تقی‌خان امیرکبیر چون این اندیشیدند که تا باب زنده است پیروانش از پا نخواهند نشست. راستی همان بود که بابیان که سید باب را صاحب الزمان میپنداشتند، حدیث‌هایی را که در کتاب‌های شیعیان درباره شهرگشایی‌های صاحب الزمان و یاران اوست به دیده گرفته، امیدها به فیروزی خود می‌بستند و با آن امیدها در اینجا و آنجا به کار برمی‌خواستند. این بود میرزا تقی‌خان و شاه چنین نهادند که او را بیاورند و در تبریز بکشند و در این باره دستور به حمزه میرزا عموی شاه فرستادند. حمزه میرزا سید باب را به تبریز خواست و او را با دو تن از شاگردانش که یکی سید حسین یزدی و دیگری میرزا محمد علی تبریزی می بود همراه فراشان گردانید که به خانه های ملایان می بردند و از یکایک ایشان فتوا به کشتنشان می گرفتند. بیچاره باب لابه می نمود و از گفته های خود بیزاری می جست ولی سودی نمی داشت. سه تن از ملایان فتوا به کشتن ایشان نوشتند. سید حسین یزدی بیزاری از باب نموده از کشته شدن رها گردید، ولی باب را با میرزا محمد علی که پایداری شگفت از خود می نمود به سربازخانه کوچک برده با ریسمانی آویزان کردند و یک فوج نصرانی را که برای این کار آماده گردانیده بودند دستور آتش دادند. سربازان چون آتش کردند داستان نابیوسیده ای رخ داد، چگونگی آن که گلوله به ریسمانی که باب بسته به آن می بود خورده پاره گردانید و باب رها شده از ترس جان خود را به یکی از اتاقهای آن پیرامون انداخت. چون دود تفنگ ها فرو نشست مردم نگاه کردند و باب را ندیدند و یکی از سرکردگان او را جسته و در آن اتاق یافته بیرون کشید که بار دیگر آویزانش کردند و بار دیگر به سربازان دستور آتش دادند. بدین سان باب بیچاره بدرود زندگی گفته از دست هوس‌های خود و نادانی‌های پیروان و آزار دشمنان رها گردید. این پیش آمد در شعبان سال 1266 بود. پورتری ناصرالدین شاه: ناصرالدین شاه چوب زننده باب و کشنده اوست. سپس نیز که بابیان گلوله به او انداختند دستور کشتار آنان را داد.
از این رو جا برایش در تاریخ بهایی‌گری باز شده. شش، ازلی‌گری. باب یک سال پیش از کشته شدن به میرزا یحیی نوری که در میان بابیان لقب ازل می داشت و خود جوان 18 ساله‌ای می بود، نامه نوشته و او را به جانشینی از خود برگزیده بود. پس از کشته شدن باب اندک گفتگویی درباره جانشینی او پدید آمد، ولی زود پایان پذیرفته همگی به ازل گردن گذاردند. ازل از ترس دولت و یا به شوند دیگری نهان میزیست. تابستان را در شمیران و زمستان را در نور گذرانیده به میان مردم نمی آمد. برادر پدری او میرزا حسین علی بها که 2 سال بزرگتر می بود عنوان پیشکاری ازل را می داشت و کارها انجام می داد. بدین سان 2 سالی گذشت و آرامش در میان رخ داد. پنداشته می شد کشتن باب کار خود را کرده و آب به آتش شور و تکان بابیان فرو ریخته شده. ولی پیش آمدهایی وارونه آن را نشان داد. زیرا نخست در همان سالها کوششی از بهایان دانسته شد که می‌خواستند روزی برخیزند و شاه و میرزا تقی‌خان و امام جمعه تهران را بکشند. و این بود کسانی از آنان دستگیر افتاده با دستور میرزا تقی‌خان کشته گردیدند. سپس در سال 1268 که میرزا تقی‌خان نمی بود داستان بزرگ دیگری رخ داد و بار دیگر کسانی کشته گردیدند. این داستان یکی از افسوس‌آورترین و دلسوزترین پیشامدهای تاریخ ایران است و میباید خستوان بود که دژرفتاری بیش از اندازه رخ داده. کونت گوبینو سفیر فرانسه که این زمان در تهران می بوده و این داستان را با هنایند ترین زبانی در کتاب خود نوشته و به چاپ رسانیده، همین نوشته ها نتیجه آن را داده که اروپاییان بابیان را شناخته و درباره ایشان خوشگمانی بیش از اندازه پیدا کردند. این داستان را در ناسخ و تواریخ به درازی نوشته و ما چون خواستمان نوشتن تاریخ پیشامدها نیست، به کوتاهی یاد نموده دنباله سخنان خود را خواهیم گرفت. چنان که گفتیم بابیان در جنگهایی که نخست کرده بودند فریب حدیث ها را خورده امید کشورگیری می داشتند. چون در حدیث ها سخنان بسیاری از چیرگی امام زمان به دشمنان و از فیروزی های او رفته، اینان به آن امید با دولت می جنگیدند و آرزوهای بسیاری در دل می پروردند. ولی کشته شدن باب و شکست هایی که در مازندران و زنجان و تبریز از دولتیان دیدند همه آرزوها را از میان برد. این بار بابیان به کینه‌جویی پرداخته چنین خواستند که به ناصرالدین شاه و دیگران کیفری دهند و این بود از تهران 3 تن را فرستادند که به ناصرالدین شاه که در تابستانگاه نیاوران میزیست تیر اندازند و او را بکشند. این 3 تن دلیرانه به کار پرداختند، ولی تیر به شاه نخورده جز گزند اندکی به او نرسانید. با این حال شاه و درباریان به خشم آمده چنین نهادند که هر که را از بابیان پیدا کردند بکشند. و این بود فراشان را به جستجو فرستادند. در 2 روز 32 تن از آنها گرفتار شدند. چند تن از ایشان را که یکی میرزا حسین علی بها می بود چون به بابیگری خستوان نمی بودند نکشته به زندان فرستادند. ولی 20 و چند تن را که یا بابی شناخته می بودند و یا خود پوشیده نداشته می خستویدند، ناصرالدین شاه دستور داد بکشند. و چون می‌خواستند همگی مردم را با آنان دشمن و خونی گردانند، هر یکی را به دست گروه دیگری این سپردند. یکی را به بازرگانان دادند که هر کدام زخمی زده کشتند. یکی را به اوباش دادند که گرد آمده از پا در آوردند. یکی را به دارالفنون فرستادند که شاگردان نابود ساختند. یکی را به ملایان سپردند، یکی را به سربازخانه فرستادند. بدین سان 20 و چند تن هر یکی با دست گروه دیگری کشته گردید و پیداست که چه قوغا و دژرفتاری‌هایی رفت. بدتر از همه داستان حاجی سلیمان خان و قاسم تبریزی بود. حاجی سلیمان خان یکی از شناختگان بابیان به شمار می رفت و چون با قاسم به دست فراشان داده شده بودند، در تنهای ایشان سوراخ‌های پدید آوردند و شمع‌ها فرو برده روشن گردانیدند و رقصنده و نوازنده به جلوشان انداخته در کوچه‌های تهران گردانیدند و پس از دژرفتاری‌های بسیاری که فراشان و مردم کردند، در بیرون دروازه 4 تکه‌شان گردانیده از دروازه‌ها آویختند. تهران چون این دژرفتاری در خود ندیده بود که آن روز دید. از کسانی که در این روز کشته گردید یکی حاجی میرزا جانی کاشانی، نویسنده نقطة الکاف بود. قرة العین که چند سال پیش دستگیر شده در خانه محمود خان کلانتر میزیست، این زمان او را نیز کشتند. از این پس بابیان نتوانستند در ایران بمانند. میرزا یحیی ازل که در نور می بود چون داستان را شنید، با رخت درویشی از همان جا رو به گریز آورد و پس از گردش ها و راهپیمایی ها خود را از ایران بیرون انداخته در بغداد نشیمن گرفت. بابیان نیز از هر کجا که می بودند و خود را نهان می داشتند، 1 تن و 2 تن آهنگ بغداد کردند. میرزا حسین علی بها که در زندان می بود، پس از 4 ماه به خواهش کنسول روس و دیگران رها گردیده، همراه غلامی از کنسول خانه و گماشته از دولت ایران بیرون رانده شده. او نیز در بغداد به ازل و به دیگران پیوست.
بدین سان بغداد کانونی برای بابیان گردید که روز به روز شمارشان در آنجا فزونتر می شد. در آنجا نیز میرزا یحیی به کمتر کاری می پرداخت و میرزا حسین علی همچنان پیشکاری او را می داشت. هفت من یظهره الله. سید باب با آن چوبهایی که می خورد و توبه هایی که می کرد و درماندگی هایی که نشان می داد هوس دست از گریبانش بر نداشته کار خود را همچنان دنبال می کرد. یکی از کارهای او این بوده که در زندان کتابی به نام بیان با عربی و فارسی نوشته که کتاب احکام اوست. این کتاب همان است که از بس رسواست بهایان کوشیدند از میانش برند و نسخه‌ای باز نگذارند. در این کتاب باب بارها از کسی که در آینده خواستی آمد سخن رانده، او را من یظهره الله می نامد و جایگاه بس بلندی برایش باز کرده به بسیج بزرگی برای آمدنش می پردازد. برای آن که نمونه هم از کتاب بیان آورده باشیم، چند بخشی را از آن که در باره من یظهره الله است در پایین می نویسیم. در یک جا می گوید قل الثالث من بعد العشران یبعث ملکا فی البیان کتب علیه ان یملکن لنفسه ما یجعلنه علی رأسه مما یکن علیه خمس و تسعین عددا مما لم یکن له عدل ولا شبه ولا کف ولا قرین ولا مثل ولم یخرج عن حدود الها ظهورات اسمائه ان امر الله علیه الی یوم القیامه یوم ازن سن از آلک فی البیان فرتفتدون این در اقدامون من یظهره الله ثم ید الله تسجدون ان تفخرون به ذالک یا اول الملک و الا والله غنی عن العالمین. معنی این عربی های غلط بسیار خنکان که باب دستور می دهد که اگر پادشاهی از میان بابیان برخواست باید 95 تک گوهر بیمانندی به دست آورد و به تاج خود زند که اگر من یظهره الله در زمان او پدید آمد رفته در پیشگاه او سجده کند و آن تاج را با گوهرهایش به جلو پاهای او گذارد. در جای دیگری می گوید قل انما السابع فلتبلغن نیلی من یظهره الله کل نفس من که بلور عطر یمتن رفیون من اند نقطه البیان ثم بین ید الله تسجدون به ایدیکم لا به ایدی دونکم. معنی اینها نیز آن که باب دستور می‌دهد که هر کسی به من یظهره الله شیشه بلورین پر از عطری به نام ارمغان نقطه بیان که همان باب باشد برد و در پیش او سجده کرده با دست خود برساند. از گفته های باب در دیگر جاها نیز چنین پیداست که او پیدایش من یظهره الله را به یک آینده دوری نوید می‌داده، ولی بسیاری از بابیان پروایی این را نکرده هوس من یظهره اللهی گریبانگیر ایشان می‌گردد، چنان که در بغداد چند تن به همین دعوی برخواستند که یکی را به نام میرزا اسدالله دیان بابیان کشتند و دیگران نیز کاری از پیش نبرده خود به خاموشی گراییدند. ولی در این میان برخی خودسری‌هایی از میرزا حسین علی بها رو می‌نمود و چون این فهمیده می شد که او را نیز هوایی در سر است و چون این رفتار او به سران بابیگری گران می افتاد و زبان به نکوهش باز کرده بودند، بها در بغداد نمانده ناپدید گردید و پس از دیرگاهی دانسته شد به سلیمانیه به میان کردان رفته و در آنجا با درویشان خانقاهی روز می گذارد. چون این دانسته شد میرزا یحیی نامه‌ای به دلجویی از او نوشت و میرزا حسین علی پس از آن که 2 سال در سلیمانیه مانده بود به بغداد بازگردید. ولی رفتارش همان می بود و رمیدگی میان او با میرزا یحیی و سران بابی از میان بر نمی خواست. در بغداد بابیان از یک سو میان خود کشاکش ها می داشتند و یکدیگر را می کشتند و از یک سو میانه ایشان با شیعیان زد و خوردها رخ می داد. و چون ملایان نجف و کربلا نیز از آنان ترسیده نزدیک بودنشان را نمی خواستند، دولت عثمانی بهتر دانست همگی را از بغداد به استانبول کوچاند و این کار در سال 1279 رخ داد که بابیان تا آن هنگام 10 سال در بغداد زیسته بودند. 8. بهائیگری. در استانبول بابیان بیش از چند ماهی نماندند که همه را به ادرنه فرستادند. در اینجا بود که میرزا حسین علی دعوی من یظهره اللهی آشکار گردانید و رمیدگی میانه او با برادرش به دشمنی انجامید. بها در آن چند سال برخی از سران بابی را به سوی خود کشانیده، از آن سو نیز با بابیانی که در ایران نهانی میزیستن نام نویسی ها کرده زمینه برای خود آماده گردانیده بود. بها چنین میگفت آن کس که میبایست پدید آید منم. باب یک مجدرسانی برای پیدایش من میبود. این که در این چند سال ازل جانشین باب و پیشوای بابیان نشان داده شده بهره این میبوده که هوش ها به آن سو گردد و من و جایگاه هم از دیده ها دور مانده از گزند و آسیب ایمن باشیم. در این زمینه لوح ها مینوشت و به ایران میفرستاد. عربی های این نیز
غلط و خنک، ولی به اندازه غلطی و خنکی عربی های باب نیست. پیداست که میرزا یحیای ازل و بسیاری از سران بابی این دعوی بها را نمیپذیرفتند و ایستادگی مینمودند. ولی بها پروا ننموده کار خود را دنبال میکرد. از این دو در میانه کشاکش ها رخ میداد و در دو سو تا میتوانستند آبوی یکدیگر میریختند. دروغ ها به همدیگر میبستند. بها میگفت میرزا یحیای میخواست به من زهر خوراند و بکشد. میرزا یحیای میگفت این آهنگ را بها درباره من میداشت. دو برادر یکدیگر را به مباهله میخواندند. پیروان از پیکار باز نایستاده مردم را نیز ناآسوده میگردانیدند. در نتیجه اینها دولت عثمانی ازل و بها و پیروانشان را به دادگاه کشانید و دادگاه رأی داد که هر یکی با پیروان خود به جای دور دیگری فرستاده شوند که در آنجا به حال قلعه بند زندگی کنند. این بود میرزا یحیی را با خاندان و پیروانش به جزیره قبرس که آن زمان در دست عثمانی بود فرستادند. بها را با خاندان و پیروانش به عکا روانه گردانیدند. از اینجا دو برادر از هم جدا شدند. پیروان ازل که همان بابیان می بودند ازلی نامیده گردیده، پیروان بها نام نوین بهایی پیدا کردند. بها در عکا در قلعه بند در سربازخانه می زیست و یکی از داستانها که در همان ماه نخست رسیدنشان به آنجا رخ داد کشته شدن 3 تن از ازلیان با دست بهایان بود. چگونگی آن که عثمانیان چون ازل و بها را از ادرنه به قبرس و عکا می فرستادند 4 تن از بهایان را همراه ازل و 4 تن از ازلیان را همراه بها گردانیدند. چون دشمنی دو دسته را با همدیگر می دانستند خواستند به جاسوسی درباره یکدیگر وادارند. 4 تن ازلی که همراه بها خواستند رفت، یکی حاجی سید محمد اصفهانی از یاران باب و دیگری میرزا آقاخان کچکلاه و دیگری میرزا رضاقلی تفرشی و دیگری میرزا نصرالله می بودند. میرزا نصرالله پیش از روانه شدن در ادرنه درگذشت و چون این گفته شد که بهایان زهرش دادند. اما آن 3 تن تا عکا همراه بها می بودند. تا یک شبی چند تن از بهایان با خنجر و شمشیر به سرشان ریختند و هر 3 را کشتند و تا چندی بها گرفتار بازپرس و بازخواست از سوی عثمانیان می بود. این یکی از آدمکشی هایی است که از بهایان می شمارند. بها در عکا با تقیه را رفته خود را یک مسلمان پابرجای نشان می داد، زیرا نماز می خواند و روزه می گرفت و به مسجد رفته در پشت سر امام سنی نماز آدینه می گذاشت و با این حال رشته خود را با بهایان ایران نبریده برایشان لوها می فرستاد و دستورها می داد. چنان که گفتیم اون نخست دعوی من یظهره اللهی می داشت و کم کم از آن زمینه گذشته خود را نه تنها یک برانگیخته از خدا می نامید، به شیوه صوفیان و دیگران دعوی خدایی نیز می کرد. مرد درماندهی که گاهی از ترس جان باورهای خود را انکار می کرد و گاهی با دست عثمانیان از شهری به شهری برده می شد، ناگهان میدان یافته از خدایی دم می زد. با این حال گاهی نیز هوس گریبانگیرش شده شعرهای پوچ بی‌وزن و قافیه می سرود. از باغ الهی با سدره ناری آن تازه غلام آمد، هی هی هازا جذب الهی، هازا خلع رحمانی، هازا غمس ربانی. با این حال در سایه هوشیاری و زیرکی خودش و پسر بزرگترش میرزا عباس کارش در میان بابیان نیک پیش می رفت و دیرگاهی نگذشت که میرزا یحیی و هواداران او را از میدان بیرون گردانید. بیچاره میرزا یحیی چون به جزیره قبرس رفت آوازش بریده گردید. در ایران حاجی میرزا هادی دولت آبادی نماینده ای اومی بوده، ولی چنین پیداست که با میرزا یحیی به همبستگی بسیار کم می داشته. پیروانش نیز با خاموشی آرامی می زیستند و آن تندی و گرمی که از بهایان پدیدار می بود از آنان دیده نمی شد. اکنون نیز به یک بار گمنام و خاموشند و همانا بیشتری از آنها کیش خود را فراموش کردند. بها 20 و چند سال در عکا میزیست و کارهای خود را دنبال میکرد. یکی از کتابهای او که به جای قرآن نوشته و ماننده سازی کرده به نام اقدس است. برای آن که نمونه نیز از نوشتههای او در دست باشد جمله هایی را از آن کتاب در پایین میآوریم. قل قد جعل الله مفتاح الكنز حبی المکنون لو انتم تعرفون لو للمفتاح لکان مکنونا فی ازل الازال لو انتم توقنون قل هذه المطلع الوحی و مشرق الاشراف الذی بهی اشرقت الافاق لو انتم تعلمون قل هذا الغذاء المثبت و بهی یثبت کل غذاء محتوم یا قلم الا علی قل یا قلم الانشاء یا قلم الاعلا قل یا قلم الانشاء قد كتبنا علیکم الصیام ایاما معدودات و جعلنا النیروز عیدا لکم بعد کمالها کذالک ازا از شمس البیان من افق الکتاب من لدن مالک المبدع
و المعاب و اجعل الایام الزائده عن الشهور قبل الشهر الصیام انا جعلناها مظاهر الها بین الليالی و الایام لذا ما تحددت به حدود سنه و شهور ینبغی لأهل البها ان یطعموا فیها انفسهم و ذوی القربی ثم الفقراء و المساکین و یهللن و یکبرن و یسبحن و یمجدن ربهم بالفرح و الانبساط. چنان که دیده می شود اینها کم غلطتر از بافندگی های سید باب است. با این حال بها چون می دانسته که غلط می بافد و ملایان ایراد خواهند گرفت، این است پاسخ داده چنین می گوید: قول یا معشر العلماء لا تزنوا کتاب الله بما عندكم من القواعد والعلوم انه لقسطاس الحق بین الخلق قد یوزن ما عند الامم به هذا القسطاس الاعظم و انه بنفسه لو انتم تعلمون. میگوید این نوشته های مرا نباید با قاعده های صرف و نحو سنجند، بلکه باید قاعده های صرف و نحو را با این نوشته های من بسنجند. این سخن معنایش آن است که من چون عربی را درست نمیدانم و غلط می نویسم، شما باید آن قاعده هایی را که برای درست نوشتن هست کنار گذارید و شما نیز غلط نویسید. بهتر گویم معنایش آن است که هر غلطی گفتم شما نباید ایراد بگیرید. این همان پاسخی است که سید باب درباره غلط های خود میداد. نوح عبدالبها. بها در سال 1312 درگذشت. پس از او پسرش میرزا عباس که عبدالبها شناخته شده جای او را گرفت. ولی چون برادر دیگرش میرزا محمد علی گردن به جانشینی او نمیگذاشت و درباره ارث نیز کشاکش بسیاری در میان می بود، بار دیگر پیکار دو برادر پیش آمد. در اینجا نیز هر یکی تا توانست آبروی آن دیگر را ریخت و یک رشته دشمنی ها به میان آمد که از سخن ما بیرون است. به هر حال عبدالبها جای بها را گرفته به راه بردن پیروان پرداخت. این نیز لوحا می فرستاد و کتاب ها می نوشت و برای آن که نمونه از نوشته های این نیز در دست باشد، یکی از لوحای او را که به فارسی نوشته در پایین می آورم: بادکوبه احبای الهی و آماء رحمن علیهم و علیهن البها الابها و الله. ای آکفان کوی دوست، ای آشغان روی دوست. قفقاز یا جمیعاً تابع رود ارس است که در قرآن اصحاب رس تعبیر شده. جمعی از انبیا در زمان قدیم که خبرشان منقطع شده در آن اقلیم مبعوث شدند و عالم انسانی را به نفحات رحمانی معطر نمودند و همچنین در زمان اخیر حضرت اعلی روحی فدا به چهریق سرگون و در آنجا مسجون گشتند. حافظ شیرازی رایحه به مشامش رسید و این غزل را گفت: ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس، بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. و حضرت زرتشت نیز مدتی در آن صفحات سیر و حرکت می فرمودند و کوه قاف که در احادیث و روایات مذکور همین قفقاز است و ایرانیان را اعتقاد چنان است که آشیانه سیمرغ است و لانه انقای شرق، لذا امید چنان است که این انقا که شهر تقدیس در شرق و غرب منتشر نموده و آن امر بدیع ربانی در قفقاز لانه و آشیانه نماید، الحمدلله احبای بادکوبه در این سالهای جنگ با جمیع التوایف آشتی داشتند و به موجب تعالیم الهی به کل مهربان و در امر الله جوش و خروش داشتند و از باده محبت الهی سرمست و مدهوش بودند. حال باید مانند نهنگ بخروشند و تلافی سالهای جنگ نمایند و به آهنگ مستانه و ترانه عاشقانه آن اقلیم را به اهتزاز و حرکت آرند تا نورانیت چنان قلوب را روشن نماید که اشعه یگانگی بتابد و ظلمات بیگانگی زائل گردد و جمیع طوایف با یکدیگر بیامیزند و در الفت و محبت قند و شکر ریزند و شور و ولی انگیزند که ممالک مجاوره نیز به اهتزاز و حرکت آیند. و علیکم و علیکن البها الابها تموز 1919 عبدالبها عباس. این از لوحای به نام عبدالبها است و شما از اینجا پی به مایه دانش او توانید برد. دیگر لوحا و کتابهایش نیز از همین بافندگی هاست. عبدالبها 30 سال پی کار خود را می داشت و چون دولت عثمانی مشروطه را پذیرفت و به او نیز آزادی داده شد، در سال 1328 سفری به مصر و اروپا کرد. همچنان سفری به آمریکا کرد و در سال 1340 بدرود زندگی گفت. 10. شوقی افندی. پس از مرگ عبدالبها نوه دختری او شوقی افندی جایش را گرفت. در این هنگام باز سخنانی به میان آمد و کسانی بازگشتند، زیرا از روی گفته بها در کتاب اقدس
که میگوید قد استفین الاکبر بعد الاعظم، بایستی پس از عبدالبها که قسن اعظم می بود نوبت به میرزا محمد علی قسن اکبر برسد. آنگاه عبدالبها نوید بر پاگردانیدن بیت العدل نیز داده بود. اینها مایه گفتگو می بود، ولی چون عبدالبها وصیت کرده بود شوقی در جای او پایدار گردید و اکنون نیز هست. این شوقی نیز لوحا می فرستد و پیروان را راه می برد و برای آن که نمونه ای هم از نوشته های این در دست باشد، لوحی را که 2 سال پیش به ایران فرستاده و نسخه ای از آن در دست من است در پایین می آورم. تهران، محفل مقدس روحانی بهائیان ایران، شید الله قانه، عرایز تقدیمی آن امنای الهی، مورقه 6 و 27 و 38، 2 ماه و 21 و 23، 3 ماه، 1321، ساحت اقدس مبارک حضرت ولی امر الله ارواح نافده و اصل و مطالب معروضه با نامهای گرامی اعضای محترمه موقره منتخبه کاملا در محضر اطهر انور معلوم و به لحاظ مکرم فائز فرمودند بنویس در این سنه که مخاطرات عظیمه متوجه قلب جامعه بهایی در عرض اقدس و مهد امر الله در ایران گشته و دشمنان قدیم و جدید در داخل و خارج مستعد هجوم و تولید انقلاب و ایجاد اختلاف و فسادند، یاران الهی علل خصوص هیئت منتخبه برگزیدگان جامعه و حامیان و حارسان شریعت مقدسه الهیه باید با کمال جدیت و خلوص و انقطاع و اتحاد و اتفاق و عزمی متین و شجاعتی بی‌مثل و حکمت و متانتی بی‌نظیر و عدیل با آنچه علت استحکام اساس و توسعه دایره و ارتفاع شأن جامعه است لیلن و نهارن قیام نمایند، سرسر امتحانات متتابعه شدیده را مقاومت نمایند و از حبوب عواصف بلایا و رضایا متوالیه در داخل و خارج پریشان و اندوهگین و مایوس و متزلزل نگردند. به یقین مبین بدانید که در بحبوحی انقلاب و استراب و اقتشاش و اعتراض و طغیان دول و امم و قبائل و ملل، عظمت امر الله به اسباب غیبیه و وسایل غیر منتظره عجیبه بختتن جلوه نماید و قهاریت و غلبه روح نازنینش کاملا ثابت و آشکار گردد و وحدت اصلیه و متانت اساس و علو به منزلت جامعه پیروانش بر عالمیان مکشوف و مبرهن گردد، زیرا جمال الهی حامی عدل است و ناصر حق حافظ یاران راستان است و حادم منیان ظلم و عدوان. هرچند این سنه جدید و سنه آتیه از سنین اخیره قرن اول دور بهایی محسوب، ولی وقایع هولناکش از موادی محسوب نتایجش در قرن ثانی ظهور نماید و چهره گشاید. یاران باید در نتایج نظر نمایند، نه در موادی هازا ما یلیق لهم ولا مثالهم فی هازا الیوم المریب. راجع به عرایض مرسله از طرف محفل مقدس روحانی تبریز، جناب حاج آقا صفایی اشتهاردی و جناب عفیفیان، امه الله قدسیه، خانم شیوایی علویه، خانم تاج صفوی، امه الله علویه، ملکه توسلی و جناب آقا محمد علی معینی و امه الله فاطمه خانم معینی سنگسری و عریضه جناب آقای علی اصغر رشیدی سنگسری فرمودند این مکاتیب و اصل و جواب هر یک علاهده مرقوم و ارسال خواهد شد. در خصوص قضیه تعرفه رسمی بهایی فرمودند بنویس الغا تعرفه جایز، ولی محافل روحانی باید با کمال دقت و جدیت اسماء مؤمنین و مؤمنات را کاملا در محل محفل ثبت نمایند. تهاون و مسامحه جایز نه، بلا امور جامعه مخشوش گردد و مشکلات جدید رخ نماید. دستور کامل از طرف هیئت محفل ملی روحانی به مراکز تابعه، علل خصوص مراکز قسمت‌های امریه، باید در این خصوص صادر گردد. تقدیمی امه الله قدسی خانم فدایی سبیه حضرت حاجی ایمان مرحوم 3 طغرا لوح مبارک جمال اقدس ابها جل شأنه الاعلا و 17 طغرا الواح مبارکه حضرت عبدالبها ارواحنا لرمسه الاطهر فدا فرمودند. بنویس این الواح مقدسه سالمن به عرض اقدس و اصل و به نام تقدیم کننده به یادگار در محفظه آثار در خود مقام اعلی محفوظ. و دیگر فرمودند در حق متصاعدین الالله آقا حبیب الله صمیمی و علاءالدین کاظم‌زاده از اعماق قلب علو به درجات و مقامات مقدسه علیا استدعا نمایم تا در بحر انوار مستغرق گردند و در جوار رحمت کبریایی مقر و معوا جویند و به آنچه آمال مخلصین و مقربین است در ملکوت ابها فائز و نائل شوند. منتسبین آنان را از قبل این عبد
تسلی و اطمینان دهند. حسن الامر مبارک ملقوم گردید فی شهر الکلمات 99-21 جولای 1942. نورالدین زین ملاحظه گردیده بنده آستانش شوقی. این از تاریخچه کوتاهی از پیدایش کیش بهایی، یا به گفته خودشان دین بهایی. چون خواست ما داستان پیدایش خود کیش یا دین می بود، به داستان جنگ ها و رخدادهای دیگر نپرداخت. تصویر صفحه آخر 4 تن از بهایانند که نامهاشان نوشته شده. گویا اینان در زنجان گرفتار بودند. ورقا از شناختگان بهایان بوده که کشته شده و اکنون گور او امامزاده گردیده. از حاجی ایمان نیز در لوح شوقی افندی نام برده شده. پایان. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقمند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید 1000 کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogebook.com